سیامک قبادی هستم و خدمت شما بینندگان عزیز سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. امیدواریم که هر کجا که هستین خوب و تندرست باشین. با درود به عزیزانی که در یوتیوب و پلتفرم اکس برنامه های ما رو دنبال میکنن، تقاضا داریم که برنامه ما رو شیر بکنین، برای دوستان آشناهاتون بفرستین و به روال همیشگی، همیشه هم گفتم که خستم نمیشم از گفتنش، با دوباره نقد خودتون رو، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو از ما دریغ نکنید. و اما در مورد برنامه امروز، همونگونه که میدونین ما در برنامه‌های جنبش تیوی جدا از مسائل روز به یه سری بحث‌های نظری سیاسی هم میپردازیم و یا سلسله بحث‌های توریک. برنامه امروز از اون رشته برنامه های نظری سیاسیه که تقدیم حضورتون میکنیم و گفتنش رو خب مهم میدونم که برنامه امروز بنا به تقاضای شما بینندگان عزیز تهیه و پخش میشه. یعنی در واقع اگر پیشنهادی از طرف شما دریافت میکنیم به دیده منت و تا جایی که امکانش هست میریم دنبال اون موضوع مورد علاقه و مباحثی که شما علاقمند هستید. اما همه شما عزیزانی که به یه سری مباحث نظری سیاسی علاقمندین، علل قاعده بحث امروز رو دنبال کردین. بحثی آقای پرویز صداقت در وبینار نشریه کریتیک، اگر اشتباه نکنم پنجم ژوئن برابر با 16 خرداد در وبینار نشریه کریتیک داشتن که نوشتار اون سخنرانی هم در تاریخ 18 خرداد، یعنی دو روز بعد، در اخبار امروز پخش شد. آقای پرویز صداقت در اون بحثشون به دو نفر مشخصا اشاره کردن، به دکتر مهرداد وهابی و آقای مراد فرهادپور. البته به ویژه نوکتیز حملهشون آقای مهرداد وهابی بود به لحاظ برخورد و نظراتی که داشتن، فارغ از اون زبانی که در اون وبینار به پیش برده شد و یا اون زبان نوشتاری که ما شاهدش هستیم. فارغ از اون زبان، اما یه سری نکاتی تر شد که ما با آقای دکتر مهرداد وهابی تماس گرفتیم، امکان تماس با آقای مراد فرهادپور و آقای پرویز صداقت رو نداشتیم. جناب مهرداد وهابی هم با طیب خاطر و اون صمیمیتی که ازش بارها سراغ داشتیم قبول کردن که در برنامه امروز شرکت بکنن. در این بحث این گفتنش خیلی ضروریه که هم آقای مراد فرهادپور و هم آقای پرویز صداقت اگر مایل هستن که این بحث رو ادامه بدیم، میتونن با ایمیل آدرس جنبش تیوی که در پایین صفحه میاد، الان مشاهده نمیشه ولی دوستان فنی میذارن پایین صفحه، با این ایمیل آدرس با ما تماس بگیرن و به شکل مساوی وقت کافی در اختیار این عزیزان گذاشته میشه و اگر هم مایل باشن میزه گردی برگزار بشه با حضور مهرداد وهابی، پرویز صداقت و مراد فرهادپور، ما با کمال میل این آمادگی رو داریم و علاقمند هستیم که این بحث رو ادامه بدیم. نکته دوم اینه که استنباط ما در جنبش تیوی بر این است که فکر نمی کنیم این بحث رو در یک جلسه حتی دو سه ساعت هم بتونیم جمع جورش بکنیم، به ویژه این که شما دوستان عزیز در یوتیوب هم پرسش هایی دارین، در فواصل این بحث پرسش هایی که من طرح خواهم کرد در این حال به پرسش های شما دقت کافی دارم که بتونیم این بحث رو به پیش ببریم. با درودی دوباره به همه شما عزیزان و با درود به آقای مهرداد وهابی، درود بر شما و سپاس از این که در این محدوده زمانی خیلی کوتاه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این برنامه حضور پیدا کردیم. سلام عرض می کنم خدمتتون آقای سیامک قبادی و به همه دستندرکاران تلویزیون جنبش و با سلام همچنین به بینندگان و شنوندگان برنامه های شما
ممنونم از دعوتی که به عمل آوردید و در خدمتتون هستم. سپاس دوباره. خب آیه وهابی در جریان این مباحثاتی که شده و بحثایی که آقای پرویز صداقت داشتن قرار دارید. بنابراین من پرسش اول رو به این گونه طرح می‌کنم که ببینید آقای عنوان سخنرانی آقای پرویز صداقت در وبینار نشریه کریتیک که به صورت مقاله هم در نقد اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده سرگردانی‌های نظری چپه که به اندیشه‌های شما و آقای مراد فرهادپور میپردازه. در مقدمه گفته میشه، این نقل قول هست از اون صحبت آقای پرویز صداقت، در مقدمه گفته میشه که در این گفتار به دو گرایش نظری نسبتا نافذ در چپ متمرکز میشوم که اتفاقا در سالهای اخیر به کرات نظراتشون را مطرح کردن. گرایش نخست، یعنی شما آقای وهابی، پروژه نقد اقتصاد سیاسی مارکس را کنار گذاشته. گرایش دوم، یعنی آقای فرهادپور، نقد اقتصاد سیاسی مارکسی را کم و بیش مسکوت میذاره. تفاوت کنار گذاشتن و مسکوت گذاشتن چندان روشن نیست، اما آشکاری که لحن برخورد به شما قدری تندتره. در این گفتار به دفعات از بی‌اطلاعی، ناآگاهی تاریخی، غفلت از تاریخ و نیز بی‌اطلاعی شما از واقعیت‌های آماری، تجربی و مکانیزم‌های جاری در اقتصاد ایران صحبت میشه. خب، پرسش اینه، آیا خود شما این نقطه شروع رو در مباحثه میپذیرین که پروژه مارکس رو کنار گذاشتین؟ و شاید به همین دلیل مورد شماتت آقای صداقت و فروم کریتیک قرار گرفته این؟ اینطور نیست؟ یعنی میخوام بگم که بلاوه، قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار شما قرار بدم اضافه بکنم، بلاوه شما پیشتر در رادیوهای مختلف رادیو زمانه توی دو جلسه سوم و دهم ژوئن 2020 یعنی خرداد 99 به مناظره با آقای صداقت در مورد اقتصاد سیاسی غارت پرداختید. عنوان مناظرم بوده تحلیل وضعیت اقتصادی از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهومهایی. به ویژه من به خاطر دارم که مقاله مفصلی در تارنمای اخبار روز مورخ 10 اوت 2020 برابر با دوشنبه 20 مرداد 1399 با عنوان نئولیبرالیسم و مقابله با تورم در نقد اظهارات آقای پرویز صداقت نوشتید. اینطور نیست؟ اگر فکر میکنین چرا؟ من اگر اجازه بدید که اونجا دو پرسشه، پرسش اول رو اونطوری که فهمیدم اینه که من در این به اصطلاح مقاله آقای صداقت یا سخنرانیشون متهم شدم به این که پروژه نقد اقتصاد سیاسی رو که مارکس مطرح کرده بود رو در واقع کنار گذاشتم، آقای مراد فرهادپور مسکوت گذاشتم. درست. به درستی شما میگید، منم زیاد متوجه تفاوت نیستم، ولی اینطور فکر میکنم که خواستن بگن وضع من خیلی خرابتر از آقای مراد فرهادپور، چون اون شاید مسکوت گذاشته ولی من اصلا اون رو کنار گذاشتم. آیا این صحیحه یا غلطه؟ من نظرم در این مورد چیه؟ ببینید، بگذارید به طور جدی راجع به مفهوم نقد اقتصاد سیاسی به عنوان پروژه مارکس صحبت کنیم. همونطوری که میدونید عنوان کتاب سرمایه کاپیتال مارکس سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی است. منظور مارکس از اقتصاد سیاسی چیه که اون نقد میکرد؟ منظورش رو در به اصطلاح متد اقتصاد سیاسی، مقدمه‌ای که نوشته هم مارکس و هم انگلس، اینطور گفتن: اقتصاد سیاسی مطالعه نظام بازار و سرمایه است که در فرانسه با بواگیلبر آغاز شده و با سیسموند و سیسموندی خاتمه پیدا کرده و در انگلستان با سر ویلیام پتی آغاز شده و با دیوید ریکاردو ختم شده. این در واقع همون اقتصاد کلاسیکه که اقتصادی است مبتنی بر تئوری ارزش کار و سه مرحله رو عموماً طی کرده. مرحله اول مرکانتیلیسمه که در اون مبنای تولید ارزش کار تجاری است. مرحله دوم که بیشتر در فرانسه انجام شده فیزیوکراسیه
که در اون مبنای خلق ارزش کار کشاورزی است، دهاغینه. و نهایتا آخرین مرحله در واقع اقتصاد منچستر، کلاسیک منچستر که دیوید ریکاردو، آدام اسمیت و غیره درش بودن و در اونجا منشأ ارزش رو کار میدونستن، نه یه شکل معینی از کار، مثلا کار تجاری یا کار کشاورزی. البته در اندیشه آدام اسمیت این کاریه که در بازار در واقع مبادله میشه، یعنی مقدار کالایی که شما میتونید کماند بدید، فرمان بدید، خریداری کنید، مقدار ارزش در بازار اصل. در حالی که مفهوم کار در نظریات ریکاردو نه کاریه که در به اصطلاح مبادله بازار تبلور پیدا میکنه، بلکه کاریه که در داخل کالا تولید میکنه و منجمد شده، اون چیزی که مارکس به عنوان کار اجتماعی لازم مطرح کرد. خب اقتصاد سیاسی این بود و نقدش همون کتاب کاپیتاله، با این تفاوت که مارکس اندیشه ریکاردو رو در واقع پیش میبره در چارچوب نقد نظریه ارزشکار و دو نوع کار، کار مجرد و کار مشخص رو تفکیک میکنه و از اونجا مفهوم ارزش اضافی رو اخذ میکنه. امروز اقتصاد سیاسی که مارکس مد نظرش بود مبتنی بر ارزشکار وجود داره؟ پاسخ اینه که بله، به عنوان یک نظریه حاشیه‌ای وجود داره. غیر از کسانی که به اندیشه مارکس و نظریه ارزشکار باور دارند در شکل انتقادیش، من جریانی رو که میشناسم هنوز از اقتصاد سیاسی در قالب اقتصاد کلاسیک دفاع میکنه، جریان نئوریکاردیان یا طرفداران پیرو سرافا هستند که اینا مکتب بسیار مهمی رو در ایتالیا، در فرانسه و در آمریکا بخششون هستند که موسوم به اقتصاددانان سیرکویت، مدار پولی، و تاکیدشون روی شکل ارزش که شکل ارزش براشون یک مداری رو تشکیل میده، یک سیرکویت مانیتری سیرکویت رو تشکیل میده که با نظریه مقداری ارزش تفاوت داره و یک نظریه پست کنیزیان پولیه. خب شما امروز اگر بخواید بگید ادامه پروژه نقد اقتصاد سیاسی رو کنار گذاشتید، من باید بگم که کسی که این پروژه رو بست کارش رو خود مارکسه. امروز نقد کردن این گروه پیرو سرافا، اگر منظور آقای پرویز صداقت کلماتی که میگن بار معنایش رو واقعا متوجه باشن، میفهمن که معناش اینه که باید مثلا طرفداران نئوریکاردیان پیرو سرافا رو نقد کرد. از سال 1873 تاریخ انتشار کتابی از جانب لئون والراس که موسوم هست به عناصر اقتصاد سیاسی ماس، Les éléments de l'économie politique pure، که در سال 1874 منتشر شد و پایه اقتصاد خرد بعدها شد، تئوری تعادل بازارها، ما شاهد پیدایش مکتبی هستیم که در اقتصاد موسوم به مکتب مارجینال، حتی پاره ای اوقات در درسنامه ها از انقلاب مارجینال یاد میکنه، که سه بنیانگذار مهم داره. یکیش لئون والراسه که همین الان خدمتون عرض کردم. ایشون اگرچه در فرانسه متولد شدن ولی در لوزان سوئیس مکتبشون رو دایر کردن. به علاوه ایشون استانلی ویلیام جیوانزه که در انگلستان مکتب کمبریج ادامه اونه، و سوم کارل منگر اقتصاددان اتریشیه که مکتب اقتصاد اتریشیه. از این سه نهله فکری که انقلاب مارجینال رو ایجاد کردن، تئوری ارزشکار منسوخ شد، یعنی پروژه به اصطلاح اندیشه یا ایدئولوژی که در واقع برای توزیع سرمایه‌داری و بازار استفاده شد، من بعد از 1874 به بعد اساساً در چارچوب تئوری ارزشکار نبود، بلکه در رابطه با تئوری ارزش مارجینال بود که میزان فایده‌مندی مارجینال ناشی از مصرف هر کالا و یا هزینه مارجینال تولید یک کالاست. خب این در اقتصاد همین امروز هم مبنا هست. باید بگم که از این سه نحلهی که من یاد کردم، نحله مسلط نحله لئون والراسه که پایه تئوری تعادلهای عمومی رو داره. این نحله به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با کارهایی که به اصطلاح ارو و کنیت ارو و ژرار دوبرو کردن، تئوری تعادل عمومی رو ایجاد کردن که پایه
اقتصاد به اصطلاح خرد در نزد ماست که همراه با اقتصاد کینزگرا که اقتصاد کلان بوده سنتز نئوکلاسیک را ایجاد کرد. و باز این پروژه باید بگم که از این زمان اندیشه های اتریشی در حاشیه قرار گرفت، اندیشه شد نئوکلاسیک. نئوکلاسیک یک بخشی از انقلاب مارجینال بود تا دهه پایانی 60-70 که اندیشه لوکاس هست و چیزی که ما بهش میگیم پیشبینی های عقلایی، در واقع رشنال اکسپکتیشن، که یک مکتب جدیدی رو ایجاد میکنه که اساسش اینه که بازارها هماهنگ نمیشن، بر پایه دبیر در واقع بازار یا کمیسر پریزور، بلکه بر مبنای مدل واحدی که در ذهن به اصطلاح عاملین اقتصادی هست. ما اسمی رو میذاریم اقتصاد کلاسیک نو و این با نئوکلاسیک فرق میکنه. از دهه 70 این اندیشه به ویژه در دانشگاه شیکاگو رشد پیدا میکنه و هست. اساساً پروژه اقتصاد سیاسی رو مارکس با کاپیتال به پایان رسوند و بعد هم از جانب خود اقتصاددانان مارجینال و نئوکلاسیک نابود شد. بنابراین پروژه نقد اقتصاد سیاسی که آقای در واقع پرویز صداقت ازش صحبت میکنن، حرفی میزنن که معنای حرفشون رو نمیفهمن. این مرداد وهابی نیست که این پروژه رو کنار رسونده، کنار گذاشته. این خود مارکسه که به این پروژه جهت نهایی داده. مرداد وهابی چیزی بر نقد کارل مارکس بر اقتصاد سیاسی مبنی بر تئوری ارزش کار نمیتونه بذاره. من رشته تخصصی آقای مراد فرادپورم فکر نمیکنم اقتصاد سیاسی باشه در این زمینه در واقع نوآوری ویژه‌ای کرده باشم. اونشونو نمیدونم، ولی البته ایشونو گفتن سکوت کرد. بنابراین من میخوام بگم که اگر منظور ایشون نقد سرمایه‌داریه، که من 100% قبول دارم این پروژه کنه نشده، مرداد وهابی هم نقد سرمایه‌داری رو قبول داره و اضافه میکنه که نقد سرمایه‌داری کافی نیست، نقد سرمایه‌داری رو باید کرد، نقد دولت رو باید کرد که به سرمایه‌داری تقلیل پیدا نمیکنه، نقد پدرسالاری و مردسالاری رو باید پیدا کرد که یک نوع تبعیض یا یک نوع تسلط و انقیادیه که قبل از شکل گرفتن طبقات به وجود اومده و به مراتب قدمت بیشتری داره، و همراه با اون نقد فرم‌های سنتی خانواده و نقد مذهب. یعنی مرداد وهابی به پروژه‌ای که باور داره، نه نقد اقتصاد سیاسی که حرف بی ربط نیست، این پروژه اصلا وجود نداره دیگه، یعنی کسی که کاپیتال مارکس رو فهمیده باشه، تاریخ اقتصاد سیاسی رو بدونه، تاریخ عقاید اقتصاد سیاسی رو بدونه، حرفی رو که آقای پرویز صداقت زده رو نمیگه. و این به نظر من نشان از این داره که ایشون تخصصشون یا مطالعاتشون، همونطوری که من کاراشون دیدم، بیشتر در حوزه مدیریت و حسابداری بوده و مقالاتی رو تو این زمینه ترجمه کردن، نه اقتصاد کلان بوده و نه تاریخ عقاید اقتصادی. بنابراین میتونه دچار تعجب بشه که مرداد وهابی نقد اقتصاد سیاسی رو پروژهش گشتی کنار، ولی من ایشون رو خاطر جمع میکنم که مرداد وهابی به نقد سرمایه داری، به نقد مذهب، به نقد پدر سالاری و مرد سالاری و به نقد دولت باور داره. آقای وهابی اگر ممکنه شما یه مختصری از مباحثات خودتون رو با آقای پرویز صداقت با ما در میان بذارید، چون میدونیم که یه سری میزگردهایی داشتین با آقای پرویز صداقت و همینجا فکر میکنم فرصت رو مغتنم میبینم، چون اشاره شما کردین در ارتباط با بحثایی که با آقای پرویز صداقت داشتین، اگر ممکنه قدری راجع به سرمایه‌داری سیاسی هم توضیح بدین، چون به نظر میاد در اون وبینار نشریه کریتیک یه بحثی که اونجا بود در ارتباط با سرمایه‌داری سیاسیه، یعنی آیا سرمایه‌داری میتونه سیاسی باشه، آیا اصلا وجود داره سرمایه‌داری هم اقتصادی سیاسیه، و توی اون گفتاری که در اونجا اومده اگر اینم بتونین توضیح بدین، و مضاف بر اون اساسا این سرمایه‌داری سیاسی در ادبیات مارکسیستی، در ادبیات نیروهای چپ چگونه است، این هم اگه بتونین توضیح بدین ممنون میشم. میدونم که خیلی فرصت کمیه و سعی میکنم پرسش های مختلف رو با اتون در میون بذارم،
از این بابت شرمنده، ولی ترجیح میدیم که یه بحث خیلی از مواردی که از پایه شروع بکنیم و بعد به پرسش های دیگه برسیم. میکروفون باشه. جناب آقای قبادی، خواهش میکنم اجازه بدید که من اول یه اشاره کوتاهی بکنم به مسئله سرمایه‌داری سیاسی و به تاریخچه مصاحبه یا مناظره‌ای که با آقای صداقت داشتم بپردازم. ببینید، مفهوم سرمایه‌داری سیاسی، من البته این فرصت داشتم در تلویزیون جنبش، شما بحثی رو مطرح کردید، سرمایه‌داری متعارف یا نامتعارف، که من در اونجا دیدگاه خودم رو مبنی بر سرمایه‌داری سیاسی اسلامی طرح کردم. خب میدونید که من در مورد سرمایه‌داری سیاسی الان مدت طولانی یه دارم صحبت میکنم، از کتابم در سال 2004 اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر تا کتاب اخیرم که اساساً اقتصاد ایران رو، کتاب سال 2023 هم که اقتصاد سیاسی توسعه یافته در زیر نظام جمهوری اسلامی رو اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری سیاسی اسلامی نامیدم. در مورد شأن نزول این مفهوم، جایگاه این مفهوم باید خیلی حرف زد. خوشبختانه فصل چهارم کتاب من به فارسی ترجمه شده با عنوان سرمایه‌داری سیاسی، گونه‌های آن و اسلام، که آقای یپرم خان هایریک این رو ترجمه کردن. ایران آکادمیا گویا همین امروز یا دیروز کل این رو به صورت یک فایل پی دی اف در 50 خورده‌ای صفحه منتشر کردن. این کتاب من نزدیک به 500 صفحه است و شاید به خاطر طولش بوده نه آقای صداقت حتی یک برگ از این کتاب رو نخوندن. خانوم یاسمین میزر که گرداننده بحث ایشون هم هستن به همین ترتیب، چون اگر ایشون و یا خانوم یاسمین میزر این رو میخوندن، این عبارت رو نمیگفتند خانوم میزر که سرمایه‌داری یعنی حتما هم اقتصادی، هم سرمایه‌داری، هم اشتباهی. خب من واقعا نمیخوام وارد این بحث بشم به خاطر اینکه پیشنهادم اینه که اون فصل کتاب خونده بشه. اون فصل کتاب نسبتا جامعه در مورد اصلا شکل گرفتن مفهوم کاپیتالیسم، آیا در مارکس بوده یا در مارکس نبوده، کسان دیگه ای که راجبش گفتن چه گفتن، تاریخچه‌اش چه هست، این داستان طولانیه، سرمایه‌داری سیاسی چه هست، از کجا آمده. من به اختصار اینها رو البته در صحبتی هم که در تلویزیون جنبش داشتن گفتم، ولی باید بگم که مفهوم سرمایه‌داری سیاسی در مجموع شکلی از یا کانال‌های غیر بازاری اکتساب سود پولی است. میدونید که سرمایه‌داری رو در دو حوزه تعریف کردن. در حوزه توزیع ویژگی سرمایه‌داری اینه که سود ایجاد میکنه، اونم سود پولی، نه هر شکل سودی. اقتصاد سرمایه‌داری اقتصادی است که از چارچوب اقتصاد معیشتی میاد بیرون، میشه اقتصاد پولی که سوداوره. به قول معروف معادله‌ای که در یک اقتصاد کالای معمولی هست، کالا در ازای پول، پول در ازای کالا. یعنی شما اگه کالایی دارید، دهقانی هستید، گندم دارید، اون رو میفروشید، پول کسب میکنید، برای اینکه با این پول میخواد یه نیاز دیگه تون رو برطرف کنید، میاد یه کالای دیگه میخرید، مثلا پارچه میخرید که با البستتون درست کنید. خب این میشه پولی که اینجا میاد، فقط وسیله برای گردش کالاهاست، انباشت نمیشه، سودی نمیده، مسئله استفاده از یک نیاز و برخورداری از رفع نیاز دیگه است. اما اقتصاد دیگری که بر مبنای سوده، اساسش وجود یه پوله که کسی پول داره، مثل سرمایه‌دار، بنابراین باید یه انباشت اولیه‌ای داشته باشه، یه پولی تو جیبش باشه. حالا این پول یا از طریق غارت به دست اومده یا از طریق مثلا وام بانکی. بعد با این پول میره جنس میخره، این جنسی که میخره، مثلا فرض بفرمایید خودرو میخره، تلفن دستی میخره، این رو برای اینکه خودش مصرف کنه نیست، برای به فروش رسوندنش با قیمت بیشتره، با یه سوده، سود پولی. این میشه بنابراین اول خرید بعد فروش، نه اینکه اول فروش بعد خرید. و این کاری که میکنه هدفش به دست آوردن پول بیشتره، نه رفع یک نیاز، و این پول بیشتر متضمن سود پولی. حالا این از دو روش میتونه به دست بیاد، دو کانال عمده داره، یکی از طریق مبادلات بازاره، یکی از طریق زوره، یکی از طریق غارته، که حالا این غارت میتونه از طریق استعمار باشه، میتونه از طریق جنگ باشه، میتونه یه سری معاملات ویژه سیاسی باشه و قص الازم. خب این تفکیک بین سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار رو اولین بار مکسیم رودنسون در سال 5 انجام داد
و بعد 1920 در اولین کتابش در مورد اخلاق پروتستان 1905 این رو عنوان کرد و در اقتصاد و جامعه 1922 اون رو به تفصیل بیشتری تشریح کرد. حالا شما میتونید بگید که آقا این آقای ماکس وبر بود و چون مارکس نیست این رو باید در واقع تکفیر کرد، این ماکس وبر به اصطلاح خاطی آمده نقطه‌ای رو انداخته به نام سرمایه‌داری سیاسی ما رو گمراه کنه. خب باید ببینیم که آیا توی مارکسیست هم همین نظره. پاسخ من منفیه. از مارکسیست های برجسته عصر ما من نمیدونم آقای صداقت از ایشون هیچ خبری داره یا خانوم میزر اصلا اسمشون رو شنیده، آقاییست به نام رابرت برنر که یکی از مهمترین تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری رو رابرت برنر مطرح کرده، یکی از جدیترین مورخین مارکسیسته و دیگری آقای دیلان رایلی هست. خب که او هم جامعه شناسه هم محقق تاریخ سرمایه‌داری. این دو نفر مقاله‌ای نوشتن به نام Seven Theses on American Politics توی نیولف ریویوی مورخ 21 دسامبر 2022 منتشر شد و تمام فهمشون از 20 ساله اخیر ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مفهوم سرمایه‌داری سیاسی. خب من فقط یه نمونه رو میارم که روش کلی بحث شده. اینجوری نیست که مارکسیستا نسبت بهش ساکت بودن. در گذشته هم کسان دیگه ای مارکس دیگه ای صحبت کردن. من از آوردن فهرست خجالت میکشم اینجا و واقعا نمیخوام وقت برنامه شما رو بگیرم، ولی اینها جزو داده های اطلاعاتی پایه است. به نظر من شما وقتی میخواد یکی رو نقد کنید وظیفتونه به عنوان تکلیف شبتونه که اون کس رو بخونید. مثلا من در این صحبت‌های آقای صداقت وقتی تأمل کردم، همینطور حرف‌های خانم یاسمین میزر، دیدم این دوستان نه کتاب اقتصاد سیاسی انهدام رو خوندن، نه کتاب اقتصاد سیاسی غارت من خوندن، نه این کتاب اخیر رو که چندین و چند بار در جای مختلف هستش در آوردن. و این خیلی باعث تأسفه که شما 500 صفحه کتاب در اومده. حتی من یه چیزی براتون میگم، فصل پنجم انفال من که به فارسی ترجمه شد قبل از فصل چهارم به همت آقای یپرم ها یک رو هم ایشون نخوندم. من تو ادامه صحبت خواهم گفت. خب این باید خونده بشه. شما از من سوال کردید تاریخچه بحث من با آقای پروین صداقت. دو جلسه در سال 2020 من 10 جلسه سخنرانی داشتم در مورد اقتصاد سیاسی غارت، چون دیدم آقای پرویز صداقت در مطلبشون گفتن بله اقتصاد غارت داریم فلان اینا. گفتم خب چی هست؟ شما نظر که میدید داری چیه؟ حرف منو برداشتید گفتید خب از خود من نام ببرید. ایشون گفتن من غارت رو به همون معنی میگم که هر ایرانی، میلیون ها ایرانی دارم میگم. خیلی برای من جالب بود که کسی که مدعی نظر داشتن مارکسیستی نظریه پردازه فقط داره یه واقعیتی رو اشاره میکنه. و من گفتم نه، تئوریش چی عزیز من؟ خب من این تئوری رو سعی کردم در 10 جلسه در رادیو زمانه طرح کنم. پس از اون بنا به دعوت آقای محمد رضا نیکفر ما جلسه سخنرانی، یه جلسه بحث داشتیم. قبل از جلسه بحث من به آقای پرویز صداقت طی مکاتبات زیاد و صحبت‌های شفاهی با حضور آقای محمد رضا نیکفر تأکید کردم، از اونجایی که ایشون در ایران تشریف دارم من در خارج، و من وقتی از غارت به طور مشخص در ایران صحبت میکنم نوک تمرکز حملات من متوجه ولی فقیه و نهادهای ولاییه، بهتره که بحث در مورد ایران رو با به اصطلاح مستقیم باز نکنیم. میخواییم راجع به غارت صحبت کنیم، راجع به تئوری عمومی صحبت کنیم، در مورد نئولیبرالیسم هم بهتر راجع به تئوری عمومی صحبت بکنیم و غیره. ایشون نه اصرار داشتن که حتما راجع به ایران باشه و ما کردیم. و من در یک جایی ایشون رو زیر این پرسش بردم که بالاخره جایگاه این نهاد ولایی در غارت چیه، و ایشون فغانشون برآمد که من چرا گوشه دیوار میذارید، نمیدونید مگه من کجا هستم. که به نظرم کار بسیار ناشایستیه که ما وقتی در یک چنین موقعیتی هستیم اگر واقعا مسئله هست وارد یک چنین بحثی بشه. بنابراین من بعد از این بحث یه مطلب دیگه ای راجع به تورم بحث پیش اومد، دیدم این به اصطلاح مشکل وجود نداره چون تورم یکی از مفاهیم اصلی اقتصاد کلان. تورم چیست؟ ابر تورم چیست؟ هایپر اینفلیشن چی است؟
تورم کلان یا مکنا اینفلیشن چه هست، راه های مقابله چه هست، نقش نئولیبرالیسم و به طور کلی اولویت دادن به کنترل تورم نسبت به بیکاری چه هست، سیاست بانک مرکزی چه هست، این از دهه 70 چجوری شد و غیره. آقای پرویز صداقت یک مطلبی نوشتن راجع به اصطلاح نئولیبرالیسم که اصلا خودش باعث تورم زیاده، که خب این مطلب از ابتدا تا انتها اشتباهات داره و اشتباهات فاحش. من مقاله ای رو با ذکر آمار متول با منابع دست اول راجع به ماجرای تورم نوشتم که شما الان به درستی اشاره کردید، در اخبار روز چاپ شد در 40 صفحه، خب با تمام منابع. یک سری تفاصیلی هم کردم، رفته بودم معلومه روی اینترنت گاربانزه رو پیدا کرده بودم، فکر کردن اون در واقع تعاریف رو راجع به هایپر اینفلیشن در مثلا کشورهای ما بعد سوسیالیستی داره، که خب اونم به شدت غلط تفسیر کرده. 4 سال از اون موقع گذشته ایشون لام تا کام صحبت نکرده، مشمول مرور زمان شده. بنابراین قسمت دوم مباحثه من با آقای پرویز صداقت کتبی بوده در مورد مفهوم تورم بوده. به همین دلیل میگم که آقای پرویز صداقت اقتصاد کلان حوزه کارشون نبوده، تاریخ عقاید اقتصادی هم حوزه کارشون نبوده. خانم میزر که آدم متخصصیه در رشته خاص خودش، یه چیزیست در حوزه ریاضیات، کامپیوتر، به هر حال آرتیفیشیال اینتلیجنس، اساساً با مفاهیم اقتصاد سیاسی چندان آشناییشون نداره. درسته که نشریه کریتیک رو سردبیری میکنه، ولی واقعاً بنا به تصادفهای روزگار این کارو میکنن و علاقه که به مارکسیست داشتن، نه اینکه تخصصشون باشه. بنابراین من فکر میکنم لازمه وقتی ما از یه مفاهیمی استفاده میکنیم در استفاده از اونها دقت لازم رو به خرج بدیم. من اصلا توقع ندارم یه کسی نشریه کریتیک رو میگه من سردبیرشم و بگه سرمایه‌داری هم چیه، هم سیاسی هم اقتصادی هم اجتماعی. من حرفایی که خانم یاسمین میزر زدن در مورد امپریالیسم، کتاب امپریالیسم به مساوی بالاترین مرحله سرمایه‌داری لنین، که واقعا امروز اون رو به عنوان یه مبنای دانسته های ما و نحوه برخورد به امپریالیسم دونستن، برای من فوق‌العاده تعجب‌آور بود، واقعا تعجب‌آور بود، چون خب خیلی چیزا روشن. حتی یه بخشش رو آقای تراب سالس یاداوری کرد که کتاب لنین در واقع اون اکتوالیتش و موضوعیتش رو به چه دلایلی از دست داده. اصلا امپریالیسم لنین بیشتر عمومیت دادن به به ویژگی‌های آلمان بوده، برای اینکه کتاب هیلفردینگ رو برداشته. برای من وارد جزئیات اونجوری نمیشم، فقط میخوام بگم که تاریخچه بحث ما این هست. و واقعا اگر بخواید به مسائل نظری بپردازیم، من غیر ممکن بود بیام وارد این بحث بشم با شما، یعنی میذاشتم آقای پرویز صداقت به حرفاشون ادامه بده، چون من یه بار 40 صفحه نوشتم ایشون جوابی نداشت. به خانم یاسمین میزرم در مورد امپریالیسم لنین صحبت کردم در یکی از برنامه‌ها بود، فکر می‌کنم برنامه شما بود اتفاقا، که گفتم اگر ایشون می‌خوان ببینن مثلا مفهوم امپریالیسم امروز چیه، جایگاه کتاب لنین، دقیق‌تر بگم لنین بولگاریزه کرده کتاب در واقع هیلفردینگ رو، خب بیان بحث کنیم با هم دیگه. خب و من اگر اشتباهات خطاهای نظری بود بحث نمی‌کردم، حد اکثر من می‌گفتن آدم است که سواد نداره، نظر نداره. خب اونم به هر حال من جایگاهی در اقتصاد دارم که آقای پرویز صداقت نمیتونه با این حرفا زیر سوال ببره، ولی میخوام بگم اینا نیست دلیلی که من اومدم امروز بحث کنم. دلایل سیاسی داره که توی این بحث آقای پرویز صداقت من بهشون توجه خواهم داد که چرا من اصلا اومدم در این بحث شرکت کنم. فقط یه چیزی رو بگم قبل از هر چیز، بحث نقد سنجش آراست، تکفیر نیست. اندیشه های کارل مارکس یک مذهب نیست که هر کی اون اندیشه ها رو نگه نظریش باطله. اگر این باشه مارکس تبدیل میشه به یه مذهب، اون وقت همونطوری که در اسلام ما آخوند داریم، اینجا هم باید حجت الاسلام و ثقت الاسلام و آیت الله داشته باشیم. من چرا باید حرف آقای پرویز صداقت رو فقط به عنوان این که به نام مارکس صحبت میخواد بکنه قبولش کنم یا ردش کنم؟ بنابراین مباحثه نقد تکفیر نیست،
و لحن هم لحن متفرعنانه، لحنی نیستش که لزوما ما رو خیلی نزدیک کنه، ولی من زیاد با لحنش کار ندارم، اشکال نداره این حرفایی که به من زدن. من فقط یک چیز رو میگم، اون چه که در نظریه پرویز صداقت و یا خانم من یاسمین میزر میدونم، نوعی مارکسیسمه که من اسم اون مارکسیسم میذارم مارکسیسم عامیانه، مارکسیسم وولگر. و مارکسیسم وولگر بدترین نوع مارکسیسم، چون میل به انجماد داره، میخواد از اندیشه های مارکس آیه بسازه و آیت الله که بر مبنای اون اقتدار آیت الله ها رو بهشون حق تکفیر بده به جای حق بحث. و این اندیشه جمود فکری میاره و متاسفانه باعث خشک مغزی چپ میشه. و یکی از دلایل صدمه دیدن چپ اینه که اندیشه های مارکس رو به یک رشته جزمیات تبدیل کنه. خب درود دوباره به همه شما عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنین در یوتیوب و پلتفرم اکس. اگر پرسشایی داشته باشین در فواصل برنامه میتونین بنویسین، و اگر هم مایل باشین برای طرح پرسشاتون و یا ملاحظاتتون میتونین تو تکس ها بنویسین و دوستان فنی براتون لینک میفرستن که بتونین بیاین توی استودیو صوتی، تصویری و یا صوتی پرسشاتون رو طرح بکنین. و نکته دیگر این که اینو تکرار بکنم، اگر در این برنامه اسامی آورده میشه، اون عزیزانی که نامشون اینجا برده میشه این حق رو دارن که بتونن بیان و به پرسشایی که طرح شده و یا به نظراتشون برخورد شده بتونن توضیح بدن، صحبت بکنن و نظراتشون رو بیشتر باز بکنن. خب خسته نباشید، دوباره به آقای مهرداد وهابی. مهرداد گرامی، من اگر اجازه بدین یه مقدار وارد جزئیات بشیم با اون نگاهی که آقای پرویز صداقت طرح میکنن. بنابراین با این توضیحات که دادین و مباحثی که بوده، بله در مقدمه‌ای که آقای صداقت طرح میکنه میگه که قصدشون اینه که یه سری چیزا روشن بشه، یعنی این نقل قول از آقای صداقت، کدام نارسایی ها و کاستی های نظری در گفتمان چپ مانع از آن شده که گفتمان کم و بیش منسجمی در میان چپ شکل بگیرد تا آن را قادر به پراکسیس سازد که ثمرش رویش یک نیروی اجتماعی تعیین کننده در معادلات سیاسی باشد. خب چند تا نقطه تو این وسط قابل تأمل در نگاهشون هم هست. به نظر میاد که ایشون از نقد یه سری جریانات چپی که خودشون رو ضد امپریالیست میدونن پرهیز میکنه. نمیدونم، شاید به این دلیل که اونا آزادانه نظراتشون رو طرح میکنن و یا هر چیز. بیشترم به نظر میاد اشاره آقای صداقت به دانشجویان عدالت‌خواه و به اصطلاح چپهای ذوب شده است در ولایت، اون چیزی که برداشت میشه از نوشته ایشون. خب از دیدگاه ایشون این نوع نگاه زیاد نفوذی نداره، بیشتر دیدگاه شما رو مبنا قرار دادن، چون میگن که تاثیرگذار نافذه. ولی ایراد اصلی ایشون به شما در اینجاست، اگر دقت بکنین ایراد اصلیش اینه که میگن طرح موضوع انفال مسبب سرگردانی چپ است، چرا که دیدگاهی است اروپا مدار و نگاهی استثناگرایانه نسبت به اسلام سیاسی داره که حتی میتونه در راستای موج اسلام حراسی امروز در رسانه‌های دستراستی جریان اصلی دنیای سرمایه‌داری و تقویت راست افراطی قرار بگیره. در مورد نقد ایشون خب نظر شما چیه؟ ولی اساسا یه مقدار دقیق‌تر بخوام بگم، اهمیت تمرکز شما بر نقد انفال چیه؟ چرا فکر می‌کنین که این اهمیت داره در دوره کنونی فعالیت ها مبارزات اجتماعی در ایران؟ شما رو میشنم. جناب آقای قبادی، پرسش اصلی همینه و علتی که من امروز اینجا در حضور شما هستم و دعوت شما رو برای نقد این مقاله آقای صداقت پذیرفتم همین عبارت ایشون، یعنی نوک حمله ایشون متوجه کسانی است که از انفال صحبت میکنن. البته باعث خوشحالی منه
که به خاطر نقد من هم شده از اصطلاح انفال استفاده کردم. تمام آثار آقای پرویز صداقت شما نگاه کنید، اصطلاح انفال وجود نداره، اصلا است که وجود نداره چیزی به نام. چرا اهمیت داره؟ برای اینکه انفال در واقع حق مالکیت انحصاری ولی فقیه بر اموال عمومی بی صاحب بسا یا فاقد مالک، به عبارت دیگر تداوم اختیارات ولی فقیه که از حاکمیت به مالکیت تسری پیدا کرد. ما به ازاش نهادهای ولایت یعنی بنیاد مستضعفان، ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم سپاه که مؤتلفشه، آستان تولیت قدس رضوی هم که مؤتلفشه، اگرچه مستقیم انفال نیست ولی مؤتلفان انفال، انفال که 60% مالکیت رو در ایران در دست خودش داره، انفال که منشأ مسدود کردن اصلاحات اقتصادی در کشور ماست، انفال که عامل اصلی ستم و ادبار، حتی انفال که شکل مالکیت خصوصی دلال منش رو تعیین کرد، امثال بابک زنجانی ها رو به خدمت گمارد. و برای آقای پرویز صداقت مبارزه با این انفال سرگردانی چپه. برای من عدم مقابله با انفال و عدم تمرکز مبارزه بر انفال گمگشتگی چپه. ما این گمگشتگی چپ رو در سالهای دهه اول انقلاب با خط حزب توده و اکثریت در اون زمان اکثریت فدایان داد. امروز کلی از اون دوستان چه در حزب توده چه در سازمان اکثریت نظرشون رو عوض کردن، متوجه یک رشته از خطا شدن، ولی هستن کسانی که همون مسیر رو در پیش میگیرن یا بقایای همون اندیشه است. کسانی که میخوان تمرکز مبارزه رو از انفال از نهادهای ولایی بردارن، بازگشتی است به اون خانه قهقرا، به اون گمگشتگی که در دهه اول انقلاب باعث شد ما از درون شکست بخوریم، و یا میخواند حاشیه امنی برای خودشون در مقابل دستگاه باز کنن. حالا بپردازیم به این که من توضیح دادم چرا اهمیت داره. ببینیم آیا انتقاداتی که آقای پرویز صداقت کرده صحیحه یا نه. یکی از چیزایی که مطرح کردن اینه که این باعث رشد راست افراطی میشه که اسلام هراسی رو مبنا قرار داده و خواسته به اصطلاح اینجوری اسلامی ها رو زیر سوال ببره و غیره. قبل از اینکه وارد این بیشتر این حرف رو بشکافم، باید بگم راست افراطی در کشور ما ایران چیزی جز اسلام سیاسی نیست، چیزی جز نهاد ولایی نیست. آقای پرویز صداقت اما گویا زیاد نگران راست افراطی تو ایران نیستن، بلکه متوجه راست افراطی در غرب هم. بسیار عالی. یه تفاوت اساسی هست بین موقعیت چپ اروپایی و چپ ایرانی. این رو من به ویژه به خانم نیزرم میگم، چون معلوم نیست که از کدوم پایگاهیشون حرف میزنن. از زاویه چپ اروپایی باید با اسلام حراسی که یه دستاویزه برای تهاجم نجات پرستانی راست افراطی علیه خارجی ها به ویژه آوارگان خاورمیانه مقابله بشه. درست برعکسش چپ ایرونی باید محورش رو نقد اسلام سیاسی و خصلت ارتجایی مقابله این اسلام سیاسی با امپریالیسم به نام مقابله با غرب زدگی قرار بده. یعنی چپ ایران اتفاقا باید بگه اسلام سیاسی هراسان کننده است و صف خودش رو از این جریان متمایز کنه و باید روشن بکنه که مبارزه با امپریالیسمی که اینا صحبت میکنن از موضع ارتجای هر کس که از امپریالیسم صحبت کنه از موضع ترقی خانه نیست، که از زمان اشغال سفارت آمریکا وقتی گرفتن، من در اون موقع یه جوون 16-17 ساله بودم، مطلبی که نوشتم در راه فدایی محکوم کردن این عمل بود و اینکه این نوع مبارزه ضد امپریالیستی ارتجایی است. خب چرا این تفاوت هست؟ چرا اروپایی ها اگر این کارو بکنن خیلی هم خوبه،
ولی اگه چپ ایرونی این کار بکنه خیلی بده، برای اینکه اروپا مبارزه علیه کلیسا رو در عصر روشنگری کرد، تعطیلش نکرد، برخلاف حرفایی که آقای الان پرویز صداقت میزنه اسلام حراسی نکنیم. اونها روشنگری اساسا روشنگری در مورد مسیحیت بود، در مورد فرهنگ دستگاه فکری سیستم کلیسا بود. اونها به نام مبارزه علیه سلطنت مطلقه مبارزه با دستگاه کلیسا رو فرعی نکردن، بلکه سعی کردن بود اقتصادی سکولاریسم و لایسیته رو مطرح کردن که از زمره اونها ضبط زمین‌های کلیسایی بود، تغییر نظام مالیاتی حذف عشریه بود، جدایی نظام بهداشتی و تأمینات اجتماعی از نظام کلیسایی بود، جدایی نظام آموزشی از نظام کلیسایی بود. سوال میکنم تا قبل از اظهارات اخیر بنده ناآگاه، بیخبر، غافل، کلمه انفال آیا در نوشته های اقتصاد دونان ایرانی خود آقای صداقت هم پیدا میشه؟ خب این خیلی سوال جالبیه. سهم چپ در نقد اسلام سیاسی و فقاهتی چیه؟ در نقد مفهوم امامت چیه در شیعه؟ تأثیر فقه شیعه در عقب ماندگی اقتصادی ایران چی بوده؟ این ماجرای حزب توده و اکثریت و دفاع از خط امام و سهم دانشجویان عدالت خواه، اینا گمگشتی یه هستند یا سرگردانی چپن؟ کدوم یکی آقای صداقت؟ خب بنابراین نه، این قصه جواب نیست که راست افراطی را تقویت میکنه. راست افراطی کشور خودت رو سعی کن تقویت نکنی، موقعیتشون رو زیر سوال ببری، نور بیاندازی. اگر هم دوست نداری که تو رو کنار دیوار بذارن، این بحثا رو مطرح نکن که کسانی که دارن انفال رو مطرح میکنن بخوای تو زیر ضرب ببری. به نام اینکه مبارزه با ضد امپریالیست‌ها احتیاج نیست، اونا خیلی به اصطلاح حرفاشون همه جا هست و نفوذ ندارن. دوم، یه مغلطه بزرگه. ایشون میگن مبارزه با اسلام یک جور استثناگرایی. خب اینم نشون میده که اینا ایشون در مفهوم تکینگی اصلا تأمل نکردن. منظورم تکینگی چیه؟ ببینید، ما همه انسان، این چیزیه که در فلسفه بهش میگن سیلولوژیسم منطقی. سیلولوژیسم منطقی چیه؟ در بخش لاجیک هگل، کتاب لاجیک هگل، اصلا فصلی داره راجع به این که چجوری مفهوم عام به شیوهی خاص در مورد منفرد منعکس میشه. یه نمونه بیارم براتون تا این سیلولوژیست مشخص بشه. ما همه انسان، ولی همه ما به شکل خاصی انسانی و هر کدوم ویژه و منحصر به فردی. سرانگشتان ما نیست که هر کدومش فقط یک عکس داره و دو تا سرانگشت مثل هم نیستن. شخصیت هر کدوممون، پروفیلمون آیدیوسینکراتیکه، ویژگی داره. اصلا در روانشناسی ویژگی یعنی این، یعنی تکینگی داره. تکینگی آقای صداقت استثنا نیست، قاعده است. شما بیاید بگید که مفهوم انفال این همه استبداد است، آیا این کفایت میکنه که از استبداد به طور کلی صحبت کنید و نه از استبداد مذهبی؟ خیر، در میان حتی انواع استبدادها اگر استبداد ویژه‌ای هست که با فرمهای خاصی اعمال میشه، این نشان دهنده تکینگیشه. هم استبداد کلی رو نفت کنید، هم استبداد ویژه رو. شما چرا معاف میکنید مبارزه با تکینگی اسلام سیاسی رو به نام مبارزه با استبداد؟ دوم، شما مطرح میکنید که مفهوم انفال شکلی از استبداده که در سلطنت مطلقه هم بوده و مرداد وهابی به این توجهی نداره و نکرده که آقا این در نظام پهلوی اول، در نظام رضاخانی هم وجود داشته. در اینجا نمونه آوردید از مصادره اموال، در واقع مصادره املاک در دوره رضاخان و تصرفشون. خب اینجا هم باز نشون میده که شما کار مشق شبتون رو قبل از نقد انجام ندید. مرداد وهابی دو سخنرانی داشت در زمانه، در رادیو زمانه، با عنوان حاکمیت و مالکیت و گفتار نخست تاریخ نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران،
در تاریخ 26 مارس 2021، 6 فروردین 1400 و گفتارم دینامیسم اقتصاد مدرن در ایران از کمپانی خانگی تا شرکت‌های سیاسی بود که به تاریخ آوریل 2021 برابر با 13 فروردین 1400 انجام شد. در اونجا اصلا من بحث راجع به رضاخان می‌کنم و مصادره‌هاش و مقایسه می‌کنم پهلوی اول رو با مفهوم سرمایه‌داری سیاسی که در دوره به اصطلاح نظام کنونی ازش استفاده کرد. حالا چرا اون نمی‌گید؟ دوم، مصاحبه داشتم با خانم جمیله داوودی از بانک آزاد 6 ماه می 2024. خب اصلا تمام این مصاحبه بنده مقایسه رژیم پهلوی با رژیم جمهوری اسلامی از زاویه دو نوع سرمایه‌داری سیاسی متفاوت. سوم، عرض کردم کتاب اخیر من فصلی داره، فصل 8 که از بنابر کتاب اخیرم به نام هماهنگی ویرانگر انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی خانشی نوین از اقتصاد معاصر، چاپ انتشاراتی پالگریف مکمیلان یا اشپرینگر، فصل 8 صفحات 309-374. آقای صداقت، نقد میخواید بکنید اول بخورید کسی که میخواید نقد کنید. همینطوره برای خانم یاسمین نیسر، بخونید. خب در اینجا شما ببینید که من اصلا تمام بحث همینه. اما آیا میشه انفال رو به استبداد به طور کلی فروپاشی اونطوری که آقای صداقت با یک مشابهت های تاریخی مطرح میکنه؟ اولا آیا قابل مقایسه است با استبداد؟ بله. ولی آیا میشه انفال رو به استبداد به طور کلی فروپاشی؟ مثلا گفت که انفال یه بخشی از سلطانیسمه، چون من اینو دیدم بعضیا میگن خب انفال هم مثل سلطانیسمه. اگر کسی فصل پنجم کتاب منو خونده باشه که به فارسی هم ترجمه شد، یقینا متوجه میشه چرا من انفال رو به دسپوتیسم تقلیل نمیدم، انفال رو به شکل استبداد مطلقه تقلیل نمیدم، به سه دلیل مشخص. دلیل نخست اینه که انفال مالکیت موروثی نیست، بلکه مالکیت نهادیه که در انحصار شخص امام قرار داره و پس از مرگ امام به جانشین امام تعلق میگیره، نه پسرش. یعنی مثلا آقای خمینی بعد از فوتشون احمد آقا نمیتونه صاحب انفال بشه، همینطوره بعد از فوت پیامبر دخترش فاطمه نمیتونست فدک رو متصاحب بشه. کلی سر این بین شیعه و سنی دعوا هست سر این قصه. خب پس تفاوت یکی همینه که مالکیت انفال نهادی هست ولی موروثی نیست. دوم تفاوتشون چیه؟ مرز مالکیت انفال از مالکیت شاهانه در فقه شیعه، مالکیت شاهانه غصبیه، مالکیت انفال مشروعه. کی حد و مرز این دو رو تعیین میکنه؟ حد و مرز این رو امام تعیین میکنه، مجتهد وقت تعیین میکنه و نه سلطان. به این اعتبار حق الهی امام ورای حق سلطان تلقی میشه. این بحث اولین بار در دوره شیخ، در دوره شیخ محقق کرکی، دوره صفویه شاه طهماسب صورت گرفت که شیخ محقق کرکی باور داشت که زمین های قصبی باید کشاورزان بهش مالیات بدن، ولی اعتقاد داشت کدوم زمین قصبیه کدوم انفاله اون رو من تعیین میکنم، محقق کرکی تعیین میکنه نه شاه طهماسب. این خیلی نکته مهمی است که همین مفهوم در دوره در واقع به اصطلاح قاجاریه هم در کتاب صاحب مکاسب شیخ مرتضی انصاری شوشتری عیناً همین مفهوم کرکی اومد. سوم، انفال بازگشت به مشروعه است در اناد و ضدیت آشکار با مشروطه. در مشروطه سلطنت، در مشروطه ایرانی منظورم، سلطنت ودیعه الهی تلقی میشه که از جانب ملت به شاه عطا میشه. در مشروعه
این ودیعه الهی به اذن و شرط اسلام پناهی به شاه عطا میشه. تفاوت مشروع و مشروطه در این یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ مشروعه ملت جایی نداره، خب، و امه به جای اون نشسته. خب به همین دلیل در نظام پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم که بعد از مشروطه میاد، علارغم این که اموال مصادره میشه، زمین ها با استفاده از به اصطلاح روش های حقوقی مصادره میشه از جانب رضاخان که ملک منه. رضاخان این رو به عنوان اموالی که مالک اموال عمومی که فاقد مالکن به شاه تعلق داره نمیگه. اگر این رو میگفت نقض آشکار مشروطه بود. اما فقهای شیعه چرا؟ بنابراین اون کسی که پیویانه میخواد مخالف استبداد بشه باید با استبداد مذهبی که متکی بر امامت شیعه به طور اولاست مخالف باشه، نه اینکه اون رو تقبیه کنه. امیدوارم که تونسته باشم جهات گوناگون به اصطلاح سفسطه‌ای که در این حرف آقای به اصطلاح صداقت هست و اهمیت وخامتی که درش هست و من این رو معناش گشتم، گمگشتگی، این راه بازگشت و مرتبه به همون حزب توده، همون خط اکثریت، همون خط دانشجویان عدالت‌خواه رو به نام رادیکالیسم و چپ و مارکسیسم داره در واقع به خورد ملت میده. این جنبه سیاسی حرفای آقای پرویز صداقت بود که منو تحریض کرد به این صحبت. اگر آقای پرویز صداقت میگفت من گوشه دیوار نذارید، مثل اون چیزی که در سخنرانی در صحبتش با من در زمان گفت، ما هم از قصه کاری نداشتیم، میگفتیم ایشون رو نباید زیر فشار بذاریم، ولی ایشون امروز صداشون رو بلند کردن برای اینکه بگن آقا نه، حمله نباید روی جناح ولایی باشه. خیلی مضره. خب برای چی مضره؟ برای اینکه حمله رو از سلطنت برمیگردونید. شما دعواتون با سلطنت پهلوی الان در ایران و امثال، یعنی همون سلطنت مطلقه، خب اینا واقعا باعث تأسفه که به نام مارکس و مارکسیسم یه همچین حرفایی زده میشه. خب شما آیه وهابی اعتقاد دارین که این بحثی که میکنین به ویژه در ارتباط با انفال اسلام حراسی رو دامن نمیزنه و در خدمت راست افراطی هم در غرب نیست؟ این توضیحی که از شما داشتیم. یک نکته، دوستانی که کامنت میذارین در یوتیوب از جمله دوست عزیزی دوکی کامنت گذاشتن، بعد از پایان پرسشایی که با آقای مرتاد وهابی داریم به طرح موضوعات و نکاتی که نوشتین خواهیم پرداخت و در این میان اگر دوستان دیگه هم پرسشی دارین میتونین طرح بکنین. آقای وهابی، من بحث امروز رو نمیخوام به حاشیه ببرم، ولی در این میان یک پرسشی که طرح هست، این اشارات که شما داشتین، پرسش من اینه که نه در جامعه ایران و یا ایرانیان خارج از کشور این بحث مبارزه ضد امپریالیستی رو در این حیطه من نمیخوام پرسش بکنم از شما. پرسشم اینه که این مبارزه ضد امپریالیستی که ازش صحبت میشه و در خارج از کشورم به ویژه در کشورهای مختلف در اروپا و یا حتی به طور دقیقتر بخوام بگم در آمریکای لاتین خیلی هواخواه داره و کماکان از جمهوری اسلامی از این منظر دفاع میکنن. کاری به این نداریم که در یه دوره تاریخی در ایران بخشی از اون نیروها به نام دفاع از مبارزه ضد امپریالیستی اساسا مسئله دموکراسی رو مسکوت گذاشتن و ازش رد شدن و قربانی کردن. اما در خارج از کشورم کشورهای مختلفی هستن که نیروهای مختلف در اون کشورها همچین اعتقادی دارن. من خودم در آمریکای لاتین شاهدش هستم. نظر شما چیه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ کمکاری نیروهای چپ، چه اتفاقی افتاده که همچین ذهنیتی نسبت به رژیم انسان کش جمهوری اسلامی داره؟ جانیان اسلامی. جناب آقای قبادی دست روی واقعا زخم گذاشتید. و اینجاست که اتفاقا آقای صداقت، خانم میزر، باید بهش تأمل کنم به طور جدی. ببینید نیو لفت ریویو افتضاحه، به ویژه از زمانی که آقای طارق علی اداره این خط رو گرفته. مانتری ریویو افتضاحه. نشریات چپی که دهنشون رو
بستن در مقابل جمهوری اسلامی. ما یه جریان چپ داریم در سطح بین المللی. فکر نکنید آقای علی علیزاده تنها هستن، فکر نکنید که فقط در داخل جریانات به اصطلاح دانشجویان عدالتخواه خیلی و تریبونای علنی دارن آزاد دارن پس نباید باشون در افتاد. خیر، در سطح بین المللی یکی از چیزهایی که سبب شده رژیم لابی بسازه در مورد جنگ، در مورد اقداماتش از جمله ترورهاش در خارج، در مورد کارنامه سیاستش در رابطه بهداشت، شما ببین مقالاتی که چاپ شده در نیو لفت راجع به ایران، در مانتریویو چاپ شده، در بخشی از جوانای ایرانی که در آمریکا هستن روزنامه در میارن، جرأت نمی کنن راجع به براندازی رژیم جمهوری اسلامی حرف بزنن به نام اسلام حراسی، همین حرفایی که آقای صداقت زدن. و برای من فوق‌العاده شما کاملا درست می اساسا شما اگر نگاه کنید آقای احمدی نژاد که اومدن خارج برای من حیرت انگیز بود و مصاحبه هایی که داشتن بخشی از دوستان اکول دو لاقیجولاسیون رو من بهشون میگفتم آقا ایشون ماجرای ایران رو 1388 رو واقعه در واقع سرکوب مردم رو که اومدن برای اینکه رأی من کو بگن رو این کاری کرد اون کاری کرد، به من میگفتم مرداد این که به هر حال ضد امپریالیستیه، ضد آمریکاست، چرا باید علیه این باشه؟ حاضر به امضا کردن یه دونه قطعنامه علیه آقای احمدی نژاد نبودن. این چاوز ایرانه دیگه، هوگو چاوز، اینم هوگو چاوز. خب این مهملات اینا مهملاته. من به خاطر اینجا هستم دارم بحث میکنم، وگرنه به خاطر به اصطلاح نقد نظری آقای صداقت که آخه وقت نباید صرف کرد. ولی این مهمه که شما الان گفتید آقای قبادی چپ رو بی اعتبار میکنه. بله. که همه جا به چپ نشون بدم که اینا مدافع اسلام. آخه مگه میشه چپ به نام اسلام حراسی حرف بزنه؟ این رو اگه اون چپ اروپایی میگه شما به عنوان چپ ایرانی باید بگید که خیر، ما در ایران این جنبش زن زندگی آزادی نمیبینید؟ این تمام این هژمونی ایدئولوژیک همین اسلام سیاسی مبانیش رو هم در فقه شیعه باید دید، در خود قرآن هم هست. اگه مگه میشه کسی بگه مارکسیست و این حرف رو نزنه؟ سوره النساء رو بخونید، زنان خودتون از رخت خواب اگر شما رو فرمان نبردن تمکین نکردن رخت خواب ازشون محروم کنید، اگر بعد هم اینم بازم نکردن کتکشان بزنید. خب این حرفا چیه شما دارید میزنید؟ اسلام حراسی هم کنید. همین حرفایی رو که چپ ایران اگر بزنه خب معلومه چپ به اصطلاح غرب هم اینو میگه. من باید بگم در غرب این ایده در اوایل انقلاب، حالا میگیم اون موقع اوایل انقلاب بود، واقعا ماهیت این نظام نمیفهمیدم، میشل فوکو اون حرفا رو زد، مهملات رو گفت راجع به ماجرای ایران. فقط هم میشل فوکو نگفتا، شما ارنست مندل رو نگاه کنید راجع به خصلت ضد امپریالیستی مبارزات به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی چی گفت. یکی از نکاتی که من در فروم آقای تراب سالی صحبت میکنم، دوست من هستن، ایشون در اون زمان خط ارنست مندل رو قبول نداشت و باهاش مقابله میکرد، ولی شما بابک زهرایی رو دارید دوستان من، یعنی یه خطیه که شما نمیتونید فقط هم بگید حزب توده اکثریت، حزب توده هست، اکثریت هست، بابک زهرایی هست، میشل فوکو هست این. اما به مرور ایام باید فاصله گرفت. فاجعه اینه که بعد از 45 سال آقای صداقت میان اینجا میگن که راجب انفال صحبت نکنید، این باعث سردرگمیه، چون راست افرادی رو در غرب رشد میده و اسلام حراسی رو دامن میزنه، در حالی که در کشور خودمون ما میبینیم چه فاجعه‌ایه، اونم بعد از جنبش زن زندگی آزادی. حالا بر این اضافه کنید که آقا این جنبش زن زندگی آزادی هم زیاد مسئله فمینیسم رو دامن زده، طبقاتیه رو دور کرده. این چه دیسکورسیه؟ این چه نوع چپیه؟ چپ وولگار، مارکسیسم وولگار تبدیل شده به یه جوری مؤتلف غیر مستقیم نظام. این لانگاژه که لانگاژ خطرناکیه برای چپ، چه نیو لفت‌ویوش باشه، چه مانتریویوش باشه، چه آقای پرویز صداقت باشه، چه دانشجویان عدالت خواه باشه، اینا همه یه چیزن.
اینا همه یک تفکر، نوک حمله از روی مالکیت ولایی و حاکمیت ولایی اگر بخواد برداشته بشه، این خدمت بزرگی که هم به سرمایه‌داری میشه هم به نهاد اسلام سیاسی میشه. من خوشحالم که لااقل آقای مالجو در این مورد مرزشون رو با آقای صداقت کشیدن و گفتم مسئله اصلی اقتصاد ایران نه نئولیبرالیسم بلکه اسلام سیاسی. اشکالی ایشون اینه که هنوز اسلام سیاسی رو تعریف نکردن، در حد به اصطلاح چیزای ایدئولوژیک و بعد مثلا یه چیز هسته‌ای و یه سری از این نکات رو مطرح کردن، ولی به هر حال آمدن از اون بحث‌های سابقشون فاصله گرفتن آقای مالجو خوشبختانه، آمدن مثلا یه حالا اسلام سیاسی رو مطرح کردن. اسلام سیاسیشون البته مبهم گیجه، ایشون یک کلمه راجع به انفال صحبت نکردن، ولی لااقل مسئله اسلام سیاسی رو وسط کشید. این صحبت هایی که ما داریم میکنیم، ممنون از شما آقای مهابی. اگر موافق باشین یه نماهنگی رو پخش بکنیم، یه به مدت 4-5 دقیقه شما می استراحتی بکنین و برگردیم به ادامه برنامه. دوستان گرامی با ما باشید، یک نماهنگی رو میبینیم و برمیگردیم. حمید اشرف، فرمانده فدایی، کابوس شاه و ساواک. هشتم تیر ماه، سالگرد جاودانه شدن فرمانده فدایی حمید اشرف است. در دورانی که گفته می شد عمر چریک 6 ماه است، حمید اشرف طی 6 سال دست کم 10 مرتبه محاصره ساواک را شکست، از جمله در حملات وسیع و همه جانبه ساواک در روز 26 اردیبهشت 55 3 مرتبه در حالی که گلوله‌ای به پایش اصابت کرده بود محاصره ها را شکست، 8 مأمور را از پا درآورد و با مصادره اتومبیل پلیس از مهلکه گریخت. او خواب را از چشم کلیه دستگاه‌های سرکوب حکومت ربوده بود، تا جایی که پرویز ثابتی مسئول رکن سوم ساواک و رئیس ساواک تهران اعتراف می‌کند که پس از ضربه های مهلک ساواک به چریک های فدایی خلق، بازداشت یا کشتن اشرف به مهمترین مسئله ساواک تبدیل شده بود. شاه به شدت این موضوع را تعقیب می کرد. در اهمیت نقش حمید اشرف، هر وقت عواملی از این سازمان دستگیر و یا در درگیری کشته می شدند، شاه می پرسید با حمید اشرف چه کردید؟ در دامگه حادثه، خاطرات پرویز ثابتی، صفحه 248. ای که می چکد ز پنجه تو خون، تخت تو نگون، شیوه تو قتل عام خلق، بگیر به بند به کش، خشم و کینه توده کن فتون، دش خیم خلق، جلاد غرب، بگیر به بند به کش، گور خود کنی به دست خود. انقلاب سرخ راه توده ها، حیله سپید کرده برملا، مشعلی بزرگ داده دست ما، تا که برکنیم کاخ ظلم را. ای که می چکد ز پنجه تو خون، در زمانه ای که اسلامگرایان و حامیان خمینی با بودجه های حکومت پهلوی آزادانه سخنرانی می کردند، کرور کرور کتاب های تبلیغی اسلامی به انتشار می رساندند و از دست فرح پهلوی جوایز کتاب سال
دریافت کرده و به دست بوسی عوامل دربار می رفتند، نام فرمانده اشرف به کابوس شخص محمد رضا پهلوی و فرماندهان سازمان امنیت تبدیل شد. ساواک سرانجام در روز 8 تیر 55 خانه تیمی مهرآباد جنوبی را از زمین و آسمان آماج رگبار قرار داد و فرمانده اشرف و 9 تن دیگر از شریک ها پس از 4 ساعت مقاومت جاودانه شدند. یاد قهرمانان راستین خلق که با گذشت دهه ها خار چشم شاه و شیخ هستند گرامی باد. خب با درودی دوباره به شما دوستان عزیز و آقای مرداد وهابی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودیم. خب آقای وهابی اگر مایل باشیم به ادامه برنامه بپردازیم. همونگونه که دنبال کردیم بحثای آقای صداقت رو، یه سری ایرادات ایشون به شما بیشتر آماریه، یعنی و ادعا دارن بر اساس اون تفسیر و آمارهایی که دارن ادعا کردن که بی اطلاعی شما از واقعیت‌های آماری، تجربی و مکانیزم‌های جاری در اقتصاد ایرانه. بنابراین مایلم که نظر شما رو در این ارتباط بپرسم. خب پرسش‌هایی که در این رابطه تر هست، اولین پرسش متوجه ارزیابی شما درباره رشد پاترمونیال اقتصاد ایرانه که به گفته شما، اونطوری که شما معنی میکنین، رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده نیست، بلکه به سبب افزایش بهای ملک و انواع دارایی های بنگاه هاست. خب شما حتی به نقل از گزارشی پژوهشی از دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتی شریف، گفتین که 80% افزایش سرمایه در ترازنامه این شرکت ها بیشتر از محل ارزیابی مجدد دارایی های ثابت بنگاه تامین شده، نه از محل آورده نقدی جدید، یعنی در واقع بالا رفتن اون نرخ قیمت اون بنگاه هایی که مد نظرتون است. آقای صداقت درباره این دیدگاه شما دو ادعای رو طرح کردن. نخست اینه که میگن این تنها نشانه حسابسازی شرکت هاست، یعنی بازی هایی که شرکت ها تو حساب های ترازنامه های مالیشون انجام میدن در طی سال، ایشون میگن که نشانه حسابسازی شرکت هاست و نه یک واقعیت اقتصادی. از سوی دیگه آقای صداقت ادعا میکنن که این هم مسبوق به سابقه است و قرنها قبل از جمهوری اسلامی هم این چنین بوده، همونطوری که شما در یه بخشی هم اشاراتی که داشتین. مدعیان که قطعی هم از سفرنامه ابراهیم بیگ طرح میکنن، درست؟ خب و میگن این چه ربطی به سرمایه‌داری سیاسی داره؟ به نظر شما در این رابطه و در ارتباط با این دوتا ادعایی که آیه صداقت دارن پاسخ شما رو میشنویم، اگر ممکن باشه یه مقدارم کوتاه، چون در همین ارتباط یه پرسش دیگه تر هست که ببینید اصلا نشون میده که آقای صداقت به تاریخچه بحثش آشنایی ندارن. توسعه پاتریمونیال اصطلاحی که باز مکس وبر به کار گرفته و در اونجا نوعی از توسعه هاست، توسعه است که در اون مبنا دارایی و تجمع دارایی هست. حالا چه اهمیتی داره حضور سرمایه‌داری سیاسی؟ سرمایه‌داری سیاسی اساسش اینه که سوداوری یه بنگاه بر مبنای کارهای اقتصادیش نیست،
بر مبنای میزان نزدیکیش به دستگاه‌های سیاسی، به قدرت سیاسی. خب خیلی هم واضح شما میبینید این رو، مثلا در مورد بنگاه برکت، این آمپولی که برکت ساخته بود که دارای خاصیتی نبود، که این همه در واقع ورود تزریقات رو ممنوع کردن، برکت قرار بود، ولی برکت به دلیل اینکه امام ازش پشتیبانی میکرد و این آقای معاون رئیس جمهور، آقای رئیسی در واقع به عنوان عامل اجراییشون بود، این برکت رو راه انداختند برای دستگاه بنیاد و از این پولای هنگفتی بردن. کارایی اقتصادی نداشت دستگاه به اصطلاح بهداشتی جمهوری اسلامی، کاراییش کارایی سیاسی بود، یعنی بهره‌مندی سیاسی. در این نوع به اصطلاح توسعه، ارزش دارایی ها در بازار و تصاحب دارایی ها بیش از ارزش افزوده جدیده. اون تحقیقی که دانشگاه شریف به عمل آورده، خیلی هم بهش رجوع دادن و من در کتابم باز به اون خیلی رجوع دادم، این نیست که بگه دست میبرن شرکت ها در حساب سازی، ترازنامه و بیلان شرکت ها عمل کردشون، ما در به اصطلاح حسابداری ملی در واقع دو عامل بیشتر نداریم، خانوارها هستن و شرکت ها هستن و عملکردهای دولت بین اینا هستش. اینها مبنای محاسبه ارزش این دارایی ها بوده، یعنی اینجوری نیستش که اونا اومدن حساب سازی کردن، این هیچ تأثیری نداره در محاسبه ثروت ملی به هیچ وجه. این که یک کسی، شما در نظر بگیرید، من الان در ایران در ظرف همین چند ساله آخری پایان آقای رئیسی، قبل از فوت ایشون 3 ساله آخر که قیمت ارز به شدت، قیمت ریال به شدت افت پیدا کرد و دلار جهشی رشد پیدا کرد، من یه خونه دارم در تهران یا یه زمین دارم در تهران، قیمت این یک بار 6 برابر 3 برابر شده. خب این قیمت 3 برابر شدن، 6 برابر شدن، خب تو سود من میاد، نه که من حساب سازی دارم میکنم. اتفاقا در حساب سازی ها شما سعی میکنید اگر دولتید افزایش بدید برای اینکه بدهیاتون رو مورد بحث قرار بدید، اما بسیاری از اشخاص سعی میکنن در حساب سازی اساسا یک نرخای به مراتب پایینتری رو بنویسن. بنابراین این حرف، این ربطی نداره به اصطلاح دستبردهای حسابداری، نه، این نوع ثروت سازی هستش که در ایران هست. زمینتون، یعنی این دارایی هایی که ارزش رو میتونه ذخیره کنه، این یه تکه زمینه، طلا و میتونه در واقع ارز خارجی باشه، میتونه حتی ماشینی باشه که مستعمله، ولی چون در واقع ذخیره ارزشی، قیمتش با افت ریال، افزایش دلار، قیمتش رفته بالا، به همین سادگی. بنابراین این اولا که اون قطعی رو که من از گزارش شریف هم، ایشو اصلا نخوندم، نه اون گزارش رو خوندم مال بچهای دانشگاه شریف، اونا سریعا همین رو میگن، در رابطه با حساب‌های ملی دارن صحبت میکنن که در کشور ارزش افزوده چقدر ناچیزه و بیشتر تجدید ارزیابی ارزش است. این رو بهش میگن توسعه پاتریمونیال. سیاحتنامه ابراهیم بیگ هم احتیاج نیست آقای صداقت شما بگید، اصلا ماجرای توسعه پاتریمونیال از قرون وسطا است تا امروز. برید کتاب 2 جلد جامعه و اقتصاد وبر رو نگاه کنید، چقدر براتون مثال میده. کتاب لاو رو نگاه کنید، در سال 1990 نوشته، در معرفی سرمایه‌داری سیاسی وبر، براتون از زمان پلانتاسیون ها و به اصطلاح کار برده های روم زیر کراسوس صحبت میکنه، ببینید چه چیزایی راجع به دارایی‌هایی که غنیمت جنگیان و افسوده میشه بدونی که لزوماً تولید افزایش پیدا کرده باشه، براتون نمونه میاره. بنابراین چه چیزی هست مثلا سیاهنامه ابراهیم بیگ باعث بی‌اعتباری سرمایه‌داری سیاسی میشه؟ خب برید ماکس وبر رو اینجوری رد کنید عزیزان من. خب آیه وهابی، پرسش دیگه ای که در همین ارتباط تر میشه، صحبت آیه صداقت بر خلق ارزش افسوده، اونجایی که صحبت میکنن و به نظر میاد، حالا اینو شما میتونید بیشتر توضیح بدیم، به نظر میاد که ناشی از اینه که اقتصاد ایران رو در رابطه با رانتی دونستن، اقتصاد ایران یه مقدار اکراه دارن، زاویه دارن آیه صداقت، نمیدونم، چون در این مورد بیشتر نوشتن،
نوشتم، این نوشته رو من از نقل قول رو از آقای صداقت تر میکنم. مثالی میخوان بزنن، مثالی میزنن، یک معدن فرضی را در نظر بگیرید. فرض کنید همین هیئت موسوم به مولدسازی این معدن را به سمون بخص به فلان فرد یا نهاد واگذار کند. تفاوت ارزش واقعی معدن با قیمت پایینتری که آن معدن واگذار شده رانت است. اما تا وقتی که کارگر در آن معدن کار نکند این رانت سودی ایجاد نمی کند. یعنی باید ارزشی در معدن خلق شود تا بخشی از ارزش خلق شده صادر شود و به شکل 50 میلیارد دلار ارز نصیب صادر کننده ها گردد. باز هم ادامه میدن که فرض کنیم در سامانه بانک مرکزی که این ارزها تسعیر میشه بهای برابری ارز با ریال افزایش پیدا بکنه. اینجا باز هم برای صادر کننده شاهد ایجاد رانت هستیم، ولی باز در نظر بگیرید که تا کار و خلق ارزش وجود نداشته باشد این رانت معنا ندارد. اینا گفته های آقای پرویز صداقت هست، اردیبهشت 1402، در نوشتاری با نام کدام بدیل برای کارگران، نقد اقتصاد سیاسی. در مورد این فرمایش های آقای پرویز صداقت در مورد رانت و خلق ارزش نظر شما چیه؟ آقای قبادی، این تیکه ای رو که خوندید از ایشون واقعا یکی از نمادهای برجسته مارکسیسم پولگره، مارکسیسم عامیانه است. یکی از مشکلات مارکسیسم عامیانه اینه که تفاوت مقدار ارزش و شکل ارزش رو نمیفهمه. و این خاص آقای پرویز صداقت نیست. من توضیح میدم. ایشون راجب معدن صحبت کردن. من چرا به این راجب معدن صحبت کنم؟ راجب یه خونه تو تهران صحبت کنم. ظرف 6 سال قبل. خب؟ یه خونه بوده در 6 سال پیش. فرض بفرمایید در ایران 1 میلیارد تومان، در 6 سال بعد این خونه شده 30 میلیارد تومان یا 20 میلیارد تومان. این خونه رو نه تعمیر کردن نه هیچی، زمین خونه همونه، نیروی کار جدیدی هم استفاده نشده. ماکسیموم در اداره این خونه مثلا فرض بگیرید شاید مثلا یه دونه به اصطلاح محافظی آوردن یا چه میدونم مثلا در این حد، ولی کاری روش نشد. این افزایش قیمت 20 برابر 6 برابر 8 برابر از مقدار ارزش بوده که افزایش پیدا کرده؟ جواب نه. اینجا اون چیزی که باعث افزایش قیمت شده شکل ارزشه. شکل ارزش چیه؟ بیان پولی مقدار ارزش. بیان پولی ارزش رو بهش میگن قیمت. قیمت میتونه بره بالا به خاطری که ریال تنزل کرده، دلار افزایش پیدا کرده. هیچ کار جدیدی نشده، نیروی کار تازه‌ای وارد نشده، ولی قیمت رفته بالا. اینم در اقتصاد، در حسابداری ملی به عنوان افزایش ارزش در کشور میگن، ولی ما میدونیم که این مقدار ارزش نیست، شکل ارزشه از لحاظ تعبیر مارکسیستش. این حرفی که آقای صداقت میزنن که رانت بدون ارزش اضافی وجود نداره حرف بی ربطی است. مارکس در جلد سوم کاپیتال تفاوت بین رانت مطلق و رانت تفاضلی رو توضیح میده. رانت مطلق چیزی نیست جز حق انحصاری مالکیت بر زمین یا معدن. رانت تفاضلی که ایجاد میشه فقط نیروی کار نیست، نزدیکی به بازاره، تفاوت میزان باراوریه. نظریه مقداری که الان داره آقای صداقت مطرح میکنه اینم فراموش میکنه که مقدار ارزش بعضی وقتا نیست، تفاوت در میزان سرمایه ارگانیکه، یعنی نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر. یک میزان واحد کار در دو جا با نسبتهای مختلف سرمایه ارگانیک به ارزشهای مختلف منجر میشه. بنابراین افزایش ارزش ها رو رو وجود نیروی کار و ارزش اضافی نمیشه صرفا توضیح داد. باید دید که آیا این از مقدار ارزشه یا اصلا بس شکل ارزشه، مثل مورد ایران که الان مثال خدمتتون زدم، یا
منبعث از تفاوت میزان ترکیب عالی سرمایه، عالی با الف لام یه، یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه. خب اصلا این چیزی که ایشون میگن یه مارکسیسم وولگره، برای اینکه بگه طبقه کارگر ارزش را خلق کرد. خب اینجوری نیست عزیز من. اینی که شما مطرح میکنید در یک جاهای ایران حتما ارزش اضافی است، قطعا درست میفرمایید، کسی هم منکرش نشد. ولی اینکه هر جا رانته حتما باید ارزش اضافی باشه قبلش، این حرف مهمله. بلازه نه بلازه اندیشه های بنده، بلازه اندیشه های کارل مارکس. اصلا مارکس یکی از بحث های اصلیش با ریکاردو تئوری سرپلاس ولیو تیریش رو، تئوری های ارزش اضافی رو بخونید، سه جلد، جلد چهارم کاپیتال، نقد هایی رو که کرده بر ریکاردو. یکی از مهمترین مسائل تفاوت ارزشیش که ایجاد میکنه ترکیب ارگانیک سرمایه است. پیروسرافا در کتابش تولید کالا به وسیله کالا سعی میکنه این نکته رو مدلل کنه که به چه شکلی از طریق اندیشه ریکاردو میشه بازسازی کرد ماجرای ترکیب عالی سرمایه. خب اینا رو که من میگم به اضافه تا اونجایی که به رانت مطلق برمیگرده، مثل رانت مطلق روی زمین، اصلا ربطی به ارزش اضافی نداره. چرا این هیئت هایی که ایشون اسم بردن، مولد سازی که هیئت 7 نفره بود، من به دفعات راجبش صحبت کردم، وقتی بخش دولتی بدهی های فوق العاده به بانک های تجاری و بنابراین از طریق بانک های تجاری به بانک مرکزی داره، خب برای به اصطلاح این بدهی ها یه هیئتی درست کردن که زمین هایی که زیر بخشی از وزارت خونه مثل وزارت آموزش پرورش هست، مثل خدمت عزیز تو هر شب وزارت جهاد هست و یا در خدمت یه سری از بانک ها هست، اونا رو از این زمین ها رو بگیرن، قیمت گذاری رو همون هیئت 8 نفره بکنن. در اینجا مسئله ارزش نیست، در اینجا قیمت گذاری زمین های شهریه که در وهله اول به رانت مطلق برمیگرد، دوم میزان تفاوت نسبت سرمایه گذاری. خب من در واقع مشکلم با مارکسیسم عامیانه اینه که مارکسش رو نمیشناسه و تأمل نمیکنه. به علاوه من اینو همینجا میگم، اساسا حرفایی که آقای صداقت راجع به رانت زده اساسا با اقتصاد قرن 21 هیچ ربطی نداره. رانت یکی از مهمترین مباحثه، به همینجا اینو میگم و حتما در یک بحث فقط خواهم گوش راجع به رانت که چرا سه شکل اصلی درآمدی که بود، که عبارت بود از کار مزدی، سود و رانت ارزی، امروز یقینا باید مسئله رانت به طور کلی رو اضافه کرد. و چرا اتفاقا این نشانه زوال، یعنی شرایط مادی برای اتفاقا افزایش رانت یا به قول معروف کاهش وزن ارزش اضافی در کل تولید ارزش، از دیدگاه خود مارکس در گروندریس نشانه اینه که سرمایه‌داری زمینه‌های مادی فروپاشیش فراهم داره میشه یا شده، یعنی وقتی که سرمایه جمعی است. بحث رانت من واردش نمیشم، فقط در اینجا اون قطعه‌ای که شما آقای قبادی مطرح کردی نشان از آشفتگی فکری آقای صداقت داره در فهم تفاوت شکل ارزش با مقدار ارزش. خب در ادامه این صحبت شما آقای وهابی، اگر اجازه بدین یه پرسش دیگه که طرح هست اینه که شما در سرمایه‌داری سیاسی اسلامی که صحبتشو میکنین میگین که غارت نه لزوما مکمل انباشت سرمایه بلکه در تعارض با اونه. خب حتی از عدم انباشت صحبت میکنین، دوست داشتم که اگر ممکنه شواهدی رو در این رابطه یه مقدار ارائه بدین، مضاف بر این که اساساً آیا عدم انباشت در ادبیات مارکسیستی مطرح بوده، چگونه است، آیا شما به اصطلاح تنها اقتصاددانی هستین که به این اشاره دارین یا اقتصاددانهای دیگه هم هستن که به این مسئله عدم انباشت در واقع در ایران اشاره میکنن. اگه اینا رو یه مقدار توضیحات دقیق‌تر بدین ممنون میشیم. ببینید من یک اشاره میکنم برای اینکه باز همین صحبت در مسئله عدم انباشت
خب یک ادبیاتی وجود داره. مرداد وهابی همینطوری صحبت نکرده. یکی از کسانی که در این زمینه نقش پیشگام داشته در مورد مفهومی هست به نام نگاتیو اکسپاندد ریپروداکشن. نگاتیو اکسپاندد ریپروداکشن توضیح میده. در جلد دوم کاپیتال دو شما از انباشت هست. یکی انباشت ساده است، یکی انباشت گسترده. انباشت ساده در تولید کالایی است، خود چیزایی که به اصطلاح سرمایه ثابت و متغیری که بودن عیناً باز تولید میشن بدون اینکه چیزی افزوده بشه. انباشت گسترده در اینجا هست که مسئله ترکیب ارگانیک سرمایه مطرح میشه و فقط سرمایه ثابت پیشین و سرمایه متغیر پیشین نیست که تغییر میکنه، بلکه مقدار انباشت افزایش پیدا میکنه. بعد از انقلاب اکتبر تقریبا دو سه ساله، زمان کمونیسم جنگی 1919، وقتی حمله میشه از جانب 14 کشور آنتانت به روسیه شوروی، یودنیچ به اصطلاح ورانگل و غیره در داخل، جنرالای قابل تزاری که در واقع بهشون میگفتن روسای سفید، از حمله میکنه از خارج مرزها، یودنیچ، دنیکین، ورانگل، و از طرف دیگه مثلا اون اتحادهای مختلف، اقتصاد روسیه خیلی داغون میشه و اونجا بوخارین برای اولین بار که سعی میکنه یه شمایی اداره بده از expanded negative expanded of accumulation of capital که انباشت منفیه، یعنی قهقرا رو نشون میده، خرد شدن صنایع، خرد شدن سرمایه استوار و غیره رو نشون میده به لحاظ تئوریک که این امکان پذیر. ارنست مندل وقتی که میخواست توضیح بده چرا در واقع بخش نظامی یا اون کمپلکس میلیتار و اندوستریل رو باید به عنوان یک سکتور سوم نام برد در شرایط بحرانی که میتونه مرتبا تورمزا باشه، از ایده اکسپندد نگاتیو ریپروداکشن استفاده کرده و میخواد بگه که این جاش رو تسلیحات پر میکنه. خب بنابراین این نکته عدم انباشت، دی اکیومولیشن، یا یعنی قید عدم انباشت، بسای سابقه طولانی داره. در ادبیات کینزگراها هم جایی داره که موسوم به اقتصاد کازینویی، وقتی که تولید در واقع رشد میکنه ولی سرمایه فیکتیو، همین سرمایه بورسی، رشدش زیاده، حتی میتونه سرمایه بورسی 3-4 بار بیشتر از مقدار واقعی ارزش ها باشه، میتونه یک چنین به اصطلاح سیکل به اصطلاح نگاتیو اکومولیشنی باشه. اگرچه در مورد همین اقتصاد نئولیبرال بین فاصله 1989 تا 2001 صرفا این نبود، رشد اقتصادی آمریکا 3 تا 3.5%. خب حالا این مفهوم در ایران هم مطرح شده، بله، یکیش کیه؟ خود آقای پرویز صداقت، ولی خودشون واقف نیستن چی گفتن. من از مطلبی که آوردم در کدام بدیل برای کارگران در اردیبهشت 1402 در نقد اقتصاد سیاسی چاپ شده این عبارت ایشون رو میخونم. نوشتن کافیست فقط در نظر داشته باشید که حاصل جمع رشد اقتصادی از ابتدای دهه 1390 تا امروز عددی در حدود صفر است و در این دوره میزان سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران کمتر از استهلاک سرمایه ها بوده است. این تعریف عدم انباشته، دی اکیومولیشن. خب حالا این رو آقای صداقت خوبه در مورد حرفایی که زدن، من نمیدونم از من کپیه کردن، چون من این بحث رو زیاد کردم تو صحبت های متعددی که برای دهه 90 داشتم. رشد اقتصادی صفر بوده، بعضی از سالها کمتر از صفر بوده، بعضی از سالها به خصوص دوره برجام رشد مثبت داشته. بعد حتی این اشاره کردم که میزان استهلاک سرمایه ها به مراتب بیشتر بوده تا میزان سرمایه گذاری جدید. این قصه، این یعنی عدم انباشت. نفر دیگه که صحبت کرده کیه؟ آقای محمد ماجو. کجا؟ من شماره ویژه ای رو در نشریه تیرموند در سال 2017 اداره کردم با آقای تیری پویل در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. مقاله ای رو من دعوت به عمل آوردم از آقای مالجو، ایشون هم لطف کردن سهم خودشون رو ادا کردن، مقاله خوبی هم نگاشتن در اونجا.
یکی از مسائل اصلی اون مقاله اتفاقا دی اکیومولیشنه که ایشون آورد و راجع به این که چقدر سرمایه واقعی شده، چقدر سرمایه موهومه صحبت کرد. دیگر کسانی که راجع به این قصه صحبت کردن، یکی هم این بنده حقیره، چه گفتم چه نگفتم رو هم برن ایشون راجع به کتاب بنده رو بخونن، فصل 8 این صحبت های منم داره و این رو من بارها گفتم. یکی از شواهد مهمی هم که آوردم فرار سرمایه هست و به هر حال اهمیت قابل توجه فرار سرمایه که از میزان سرمایه گذاری ناخالص سرمایه استوار بیشتر بوده. خب و این رو من به عنوان یک دیگه از علائمی که این عدم انباشت رو میشه مشاهده کرد آوردم. بنابراین هم تئوری عمومیش به اصطلاح مورد بحث بوده، هم در اندیشه مارکسیستا، هم در اندیشه کنیزگراها و هم در بحث من. من تو بحث من اون چیزی که ویژگی داره و توی به اصطلاح نوست، نوآوریه، تکینگی منه، من تاکیدم روی این بوده که آقا ما درآمد دو بخش داره، یه بخشی از درآمد مصرف میشه، همه چه در سطح خانوار چه در سطح شرکت، درآمد یه بخشش مصرف میشه، یه بخشش پسنداز میشه. پسنداز مبنای سرمایه گذاریه، ولی در یه کشوری که پسنداز تزوریزه میشه، یعنی انبان میشه، حالا این انبان شکلهای مختلفی داره، یکی این که فرار سرمایه میشه. ما مشکلی که در کشور ایران داریم فقط این نیست که مصرف توده‌ای به شدت اومده پایین، که یه مشکل مهمه. مشکل دوم اونه که ذخیره به اندازه کافی صورت نمیگیره، نه اینکه ذخیره به طور کلی در ایران انجام نمیشه، ذخیره از کشور فرار میکنه. این رو کی گفته؟ یکی دیگه از چیزها رو بگم و تموم کنم. این رو یک دسته از اقتصاددانها از جمله خود من مدل ساختی به نام وراسیتی ایفکت هستش. خب وراسیتی ایفکت یعنی همین اصل غارته که اینو در کشورهایی که از مواد خام زیاد برخوردارن و مثلا از الماس برخوردارن یا مال نفت برخوردارن، بخش مهمی از این ثروت رو اولیگارشی از کشور خارج میکنه، یعنی پسنداز در کشور نمیمونه و این یک جور غارت به وسیله آقازاده ها. خب این هم یکی دیگه از علایم عدم انباشت. خب آقای وهابی، همینجا که شما به فرار سرمایه اشاره کردین، یه اختلاف اساسی که آقای پرویز صداقت با شما دارن سر همین آمار و ارقامیه که شما ارائه میدین، اختلاف خیلی زیاده درش. شما از فرار سرمایه به عنوان یکی از علائم عدم انباشت سرمایه صحبت میکنین و طبق برآوردهایی که کردین به طور متوسط سالیانه 10 تا 20 میلیون دلار تخمین میزنید. میلیون نه، میلیارد. میلیارد دلار. بله. آقای صداقت با دیده تردید نگاه میکنن به این آمار ارقام شما. درست؟ عنوان میکنن که این عنوان از آقای صداقته. آماری رسمی از حجم فرار سرمایه از ایران وجود ندارد. و در این زمینه عمدتاً شنونده اظهارات غیر رسمی و گاه بسیار متناقض بوده ایم و در این زمینه عمدتاً شنونده بسیار بحث‌های متناقض بودیم. البته تلاش‌هایی هم ایشون دارن عنوان میکنن، میگن البته تلاش‌هایی هم برای برآورد اون انجام شده، در این حال عنوان دارن که از نحوه برآورد رقم فرار سرمایه و مفروضات و آمار مورد اتکای ایشان یعنی شما اطلاعی ندارن. خب نظرتون در این مورد چیه؟ منابع شما چی هست؟ مبنای محاسبتون چی هست؟ اگر بتونین دقیق اینا رو توضیح بدین و قدری هم مختصر ممنون میشم، چون چند تا پرسش دیگه هم من کار شما رو ساده میکنم. ببینید کار شما رو ساده میکنم. بفرمایید. ببینید من یکی از چیزایی که میگم اینه که آدم مشق شبش اول باید بنویسه، وگرنه شاگردی است که کارش رو خوب انجام نداده. بذارید اینجا یه چیزی، کلمه شاگرد که گفتم، آقای صداقت فکر نکنه که من او رو شاگرد میدونم. ما همه شاگردانیم، از جمله کارل مارکس. ما استاد نداریم. این جزء 11 تز فویرباخ مارکس، تنها استاد ما زندگی است. ما همه دانشجویان اقتصاد، خب و باید هوم ورکمون رو، تکلیف مشق شبمون رو خوب انجام بدیم.
من از جناب آقای صداقت میپرسم آیا شما فصل هشتم کتاب بنده رو خوندید؟ یه سکشن داره، یه بخش داره، 8-6 Capital and Labor Flight as a Typical Economic Behavior، صفحات 342-350، بخش 6 فرار سرمایه و کار به عنوان یکی از اشکال تیپیک یا نمونوار رفتار عاملین اقتصادی در ایران. خب اولین بحثی که اونجا من می کنم روش های محاسبه فرار سرمایه است که یک روش نیست، چندین روشه. مهمترینش اول بانک جهانی ارائه داده 1385 در مورد تعریف فرار سرمایه. خب و من اونجا منابعی که آمده ذکر کردم، رقم 10 تا 20 میلیارد رو من محاسبه نکردم، اتفاقا منابع رسمی کردم. خب شما چیزایی که دارید، اولا گزارش IMF رو دارید که در مورد فرار سرمایه از ایران، IMF صندوق بین‌المللی پوله، ایشون میگه اصلا مراجع رسمی که نکردم، بعد میگه بعضی هم کردم. خب IMF بالاخره جزو کدومیه که از دست مراجع هست؟ 2017 گزارش دادم، مرکز پژوهش‌های مجلس چندین بار گزارش داده، آخرینش سال 2000، شاید تو این فاصله بازم باشه، حتما باید آورد. زبیری و همکاران در 2017 از دانشگاه اصفهان بودن، یک کاری رو کردن راجع به فرار سرمایه 1381 تا 2012 کردن. فرهاد احتشامزاده در تاریخ 18 آوریل 2018 با عنوان مدیر هیئت مدیران به اصطلاح فدراسیون ایرانی برای واردات ایران هستن که راجع به مقدار فرار سرمایه صحبت کردن. محمد رضا پور ابراهیمی در تاریخ 17 ژوئن 2018 که ایشون رئیس کمیسیون اقتصادی شورای مجلس شورای اسلامیه. تجارت فردا 17 ژوئن 2018 است. بنابراین شما از وفور صحبت‌ها در مسیرید. اما آقای پرویز صداقت حق دارن در مورد هر حوزه از جمله محاسبه فرار سرمایه بگن این نوع هنوز تثبیت شده نیست، باید بیشتر کار بشه، کم کار شده، من اینا رو میفهمم. ولی این که بگید کاری نشده، اصلا چیز رسمی وجود نداره، خب یه حرف خیلی پرتیه. شما یه مجموعه کارهایی رو ده صندوق بین‌المللی پول که چون میگه کشته گفته یه چیزی گفته فقط. خب عزیز من، تو قبل از این که بگی مرداد وهابی چی میگه راجب اینا، برو کتابش رو بخون. آخه مگه میشه شما یکی رو نقد کنی مطالبش رو نخونی بعد بپرسی که ایشون حرف نزدن؟ خب دیگه من قضاوت رو به خواننده میذارم، ولی 10 تا 20 میلیارد رو من شخصا محاسبه نکردم، بنا به این مدارکی بوده آوردم. یعنی 20 میلیاردی که عنوان کردیم و به دفعات ازش صحبت میکنین محاسبه شما نیست؟ نه نه، من محاسبه شخصی نکردم. اینا ببینید در اقتصاد من وارد بحث نمیشم، محاسبه کردن یه سری ارقام به مرکز آمار و اینا فقط احتیاج نداره، به یه سری اکونومیت احتیاج داره، یه روش هم نیست، ده ها روشه. همین محاسبه فرار سرمایه 5 شکل محاسبه داره. من الان قرار نیست که بیام دو مرتبه کتابمو توضیح بدم، ایشون باید برام بخونم، من نمیتونم کاریش رو ساده کنم. بله خب یه پرسش دیگه آیه وهابی در همین ارتباط مطرح است. شما مدعی هستین که مقدار متوسط سالیانه تشکیل سرمایه ناخالص استوار 18 میلیارد و نیم بوده، یعنی این 18 میلیارد و نیم رو برآوردی که کردین و یا از منابعی که استفاده کردین طرح می‌کنی 18 میلیارد و نیمه که از مقدار متوسط خروج سالیانه سرمایه نازل‌تره. آیه صداقت با نقل یه نموداری از بانک جهانی به دلار ثابت در 2015 چنین اشاره میکنند به این گفته شما. با این حال اگر این صحبت آقای صداقته، با این حال اگر حسابهای ملی ایران در سالهای بعد از انقلاب را در نظر بگیریم، پایین ترین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران بالغ بر 40 میلیارد دلار و بالاترین رقم آن نیز بالغ بر 167 میلیارد دلار بوده و طبعاً میانگین عددهایی از این دست نمیتواند رقمی کمتر از نصف به اصطلاح اون حسابهایی که انجام گرفته باشه. بازم
اگه منظورشون از این اصطلاح یکی از زیر مجموعه های رقم تشکیل یعنی سرمایه گذاری در ماشینالات یا سرمایه گذاری در ساختمان باشه، ارقام حساب های ملی باز هم بیش از این حرف هاست چیز میشه. خب منظور شما مشخصا آقای وهابی، منظور شما از تشکیل سرمایه ناخالص استوار چیه؟ و در مورد اون آمار بانک جهانی در ارتباط با انباشت سرمایه در ایران نظرتون چی هست؟ ببینید، اول از همه بگم که اصطلاح سرمایه استوار در تفکیک از سرمایه ثابته. ترجمه های فارسی سرمایه ثابت استوار رو به اصطلاح قاطی میکنن. دلیلش اینه که توی اقتصاد مارکسیستی ما سرمایه ثابت داریم و متغیر. سرمایه متغیر نیروی کاره، ثابت هر چیزی که غیر از نیروی کار باشه، از استهلاک ماشینالات، زمین و و و چیزهای دیگه‌ای که غیر از نیروی کاره جز سرمایه ثابت. در به اصطلاح اقتصاد، یعنی در حسابداری ملی و در اقتصاد به اصطلاح مرسوم، من اصطلاح نئوکلاسیکو نمیخوام استفاده کنم، میگم اقتصاد مرسوم چون لزوما از یه اندیشه نیستم، محاسبه بر پایه سرمایه استواره که فیکست کپیتاله و سیرکولیتینگ کپیتال، سرمایه گردان و سرمایه استوار. سرمایه استوار اینجا چیه؟ سرمایه استوار سرمایه‌ای که ارزشش نه در یک سیکل بلکه در چند سیکل منتقل میشه. مثلا ماشینالات و زمین جز سرمایه استواره، ولی سوخت، منابع سوختی جز سرمایه گردانه. خب مثل دستمزد. در اینجا اون تفاوتی که مارکس بین استوار، بین در واقع متغیر و به اصطلاح ثابت میذاره مخدوش میشه. بنابراین من همیشه در ترجمه فیکست کپیتال در واقع استوار رو آوردم. اما من دارم چی میگم؟ اصطلاح فرنگیش چیه که هر اقتصاددون اینه میدونه؟ گراس فیکست کپیتال فورمیشن، موسوم به GFCF که شامل تمامی دارایی های استوار، چه ملموس چه غیر ملموس، چه تنجیبل چه اینتنجیبل، که از اون کسب بکنید اون چه که سرمایه گذاری داخلی صورت گرفت. خب اتفاقا نموداری که آقای صداقت میارن نمودار خوبیه، همون نموداری که آورده از بانک جهان. خب و بر اساس دلار ثابت 2015 هست، کاملا حرف ایشون درست. فقط چیزی که آقای صداقت بهش توجه نمی کنن یه نکته بسیار ساده است. در ایران دلار چند نرخیه؟ یه نرخ، نرخ رسمی اداریه و یه تعداد نرخ هست که نرخ صادراتیه، نرخ ترجیحیه و نرخ بازار. خب این محاسبه‌ای که بانک جهانی کرده با دلار ثابت 2015، نرخ تبدیلش کدومه؟ نرخ اداریه؟ نرخ بازاریه؟ کدوم نرخه؟ جوابش روشن. نرخی که چه بانک جهانی چه صندوق بین‌المللی پول محاسبه میکنه نرخ اداریه. یعنی چی؟ یعنی در 2015 نرخ اداری آقای اسحاق جهانگیری فرض 4200 تومنه، ولی قیمت دلار در بازار تا 27000 تومنه. حالا اگر بانک جهانی تولیدات ایران به ریال رو بر حسب قیمت اداری یعنی 4200 تومن حساب بکنه، چقدر سرمایه گذاریه؟ به قیمت ارز بازاری حساب کنه چقدره؟ تفاوت 1:6 یا 1:7. یعنی اون 42 میلیارد رو من از ایشو خواهش میکنم به 7 میلیارد خلاصه تخفیف بده، و اون 200 خورده ای هم همینطور. یه چیزی میشه طبق محاسبات من برای همین جمع و بین 17.5 تا 18.5 میلیارد. ما غیر از IMF و World Bank، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در واقع یه مرکز دیگه هم داریم که بهش میگن EIU یعنی Economist Intelligence Unit که مرکز اطلاعاتی مجله اکونومیسته. اونا بیشتر دقت میکنن در چند نرخی بودن ارز و محاسبه مقدار تولید ناخالص ملی
حالا من برای شما بگم آقای قبادی اهمیتش چیه؟ اینکه دولت چرا در دولت ایران رقم به اصطلاح اداری ارزش رو اعلام میکنه؟ برای اینکه رقم اداری ارزش که اعلام میکنی مقدار تولید میره بالا، مقدار تولید سرانه که درآمد سرانه کشوری میره بالا. مثلا به جای اینکه بگن هر ایرانی به طور متوسط 200 دلار در ماه درآمدش، میگه 1200 دلار داره. خب فقر نیست که، مثلا فقر اصلا حذف میشه. این بحثایی که من میکنم مرداد وهابی نمیکنه. من الان میخوام از کسی نام ببرم که اصلا از خط فکری من نیست، ولی من بهش احترام میذارم چون کارش جدی انجام میده، چون هومورک های این کارش رو خوب انجام میده، مشق شبش خوب انجام میده. این آقا کی؟ حسن منصور. برید به سایت آقای حسن منصور رجوع کنید، ببینید راجع همین آماری که ایشون دادن، آقای صداقت دادن، ایشون چی گفتن و چی نوشتن. حالا میگم که چه ابعادی داره این ماجرا. اصلا این بحث در سالهای بعد از تحریم ترامپ 2019 و 20 برای محاسبه تاثیر فشار حداکثری یه بحث جدی دامن زد. حالا من این بحث میگم چی بود. شما اگر مبنای محاسبه رو در واقع محاسبات EIU قرار بدید، یعنی همون اکونومیست اینتلیجنس یونیت قرار بدید، میزان تولید ناخالص ملی ایران در سال 2018 456 میلیارد دلار. خب دو سال آقای ترامپ فشار حداکثری وارد کرد، یعنی 2019 و 2020 محاسبه شده به لحاظ اقتصاد سنجی که تأثیر فشار حداکثری بر اقتصاد چقدر بوده در ایران. 11% بوده روی اقتصاد ایران. یعنی باید علل اصول در سال 2020 میزان تولید ناخالص ملی ایران بشه 406 میلیارد. خب به جای چی؟ به جای 456 میلیارد. ولی شما آمار رسمی نگاه کنید چقدر بهتون میگه؟ میگه 628 میلیارد. چرا اینه میگه؟ به دو دلیل. یکی این که در سال 2019 ما یه تورم 41% داشتیم، در سال 2020 یه تورم 42% داشتیم، و اینا رو ترکیب بکنید با نرخ اداری ثابت برای دلار 4200 تومان. آقای حساب جهانگیری، خب شما میگید که آقا چرا نباشه حساب جهانگیری؟ بله بهتون توضیح میدم چرا نباشه، چرا این پرت و پلاست. نرخ ارز ایران در فاصله، برای اینکه بگم کاهش ارزش ریال چقدر بوده در برابر دلار، در فاصله 1390 تا 1402 که خب یه بخش مهم دوره ریاست جمهوری روحانیه، نرخ آزاد ارز ایران 708 برابر شده. یعنی در ابتدا بوده 3285 تومن، رسیده به 21702 تومن. نرخ رسمی چند برابر شده؟ 304 برابر، نه 708 برابر. یعنی چی؟ یعنی 1226 تومن بوده در پایان سال 1391 به 4200 تومن رسید. حالا این تفاوت چیه؟ نرخ اداری ارز، نرخی که دولت تعیین میکنه، از نرخ رشد تورم پایین تره. نرخ بازاری ارز همیشه از نرخ تورم بالاتر در ایران. بنابراین آخه مگه میشه اقتصاددان یه دونه تابلو میبینه اونو بیاره اونجا بذاره بگه این پرت کن؟ عزیز من، شما این همه مطلب حسن منصور روی سایتش نوشته روی محاسبه درآمد ملی، فاکتور اصلی اینم که گرفته تعدد نرخ ارزه. همین آماره، همین ارقامی که شما آوردید و ایشون آورده، فقط با تفاوت این که توضیح داده که این با چه نرخ محاسبه شده. برید سایتش رو نگاه کنید، مطالبش رو خود ببینید. آقا چی گفتید شما آخه؟ بعد شما میگید که مرداد وهابی آمار ارقام نمیدونه. اما همین الان بهتون میگم آقای قبادی، ای کاش فقط حرفای آقای صداقت در اثبات این بود که خیلی آدم دانشمندی است. اگر این بود من هیچ مشکلی نداشتم، مدال دانشمندی بر سینه ایشون. من آدم جاهلی هستم، نادان. تنها چیزی رو که به عنوان عدم جهالت میدونم اینه که انفال رو به هر حال مطرح کردم. برای اولین بار آقای صداقت برای نقد منم که شده از کلمه انفال استفاده کرد، برای من همین بس. ولی سوالم از ایشون اینه که این همه کار شده رو شما مشق شب تو انجام بده عزیزم، بعدم نقد کن. خب آقای وهابی،
در خاتمه این بخش از بحث، چون بعدش میپردازیم به پرسشایی که از بینندگان داریم، نتیجه گیری شما از این مباحثه چی است؟ البته در چند جمله آخر صحبت قبلیتون به نوعی گفتید، نتیجه گیریتون از این بحث چی است و آیا فکر میکنین که طرح مسئله اموال باعث انفال، باعث سرگردانی نظری در چپ ایران شده یا یک گرهگاهی رو میخواد باز بکنه؟ نتیجه گیری شما چی است؟ دو تاست نتیجه گیری من آقای قبادی. دریافتن و فهمیدن حقیقت همه ما دانش آموزی، از غول فکری مثل کارل مارکس بگیرید تا بزرگانی مثل آقای پرویز صداقت و حقیران و کوچکانی مثل من، همه دانش آموزی. ادعای دفاع از مارکس ما رو به همه چیز دان تبدیل نمی کنه. مارکسیسم وسیله برای تکفیر نیست. مارکسیسم رو نباید وولگر کرد. خود مارکس چیزی به جز یک دانش آموز سائی در برابر یگان استاد ما زندگی نبود. از اندیشه‌ای سترگ یه موش بیخاصیت نسازید. یک، دستگاه جزمندیشی رو درست نکنیم، اون کاری که در دوره استالین شد و برای خودش پاپ داشته میدونم، سبقت الاسلام داشت، حجت الاسلام داشت. دو، من 100% با آقای صداقت موافقم که باید چپ فعال و تاثیرگذار بشه. به همین دلیل باورم اینه که سکوت درباره انفال نه پایان سرگردانی نظری چپ، بلکه آغاز گمگشتگی چپ. چپ باید در مبارزه با انفال و نهادهای وابسته به اون پیشگام باشه. چپ باید نوک حملش متوجه بنیاد مستضعفان، ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره باشه. بیخبری و عدم توجه چپ به همراه دیگر جریانات سیاسی از ماجرای انفال نقش انحصاری ولی فقیه، نه فقط در حاکمیت بلکه مالکیت، یکی از علل انفعال و بی‌اثری چپ خواهد بود و نمیتونه اصلاح طلبی رو در حوزه اقتصاد زیر سوال و زیر پرسش ببره. اون فاجعه‌ای که در دهه اول انقلاب چپ تکرار کرد و در سطح بین المللی هنوز ما با اون فاجعه روبرو هستیم، به اشکال و صور گوناگون اگر تکرار کنیم فقط باعث بی‌آبرویی، بی‌حرمتی چپ میشه و ارزش‌های بزرگ چپ مثل عدالت اجتماعی رو قربانی اسلام‌گرایی میکنه. اسلام سیاسی هراسناکه، نقد اسلام فقاهتی و شیعه واجبه و جزئی از مبارزه علیه سرمایه و دولت و مذهب و جزئی از مبارزه برای حقوق زنان. درود بر شما آقای وهابی و خسته نباشید. از اونجایی که چند پرسش هست، من اگر اجازه بدین آقای وهابی یه نماهنگی رو پخش بکنیم، یه 3-4 دقیقه شما هم استراحت کرده باشین و برگردیم بپردازیم به پرسش‌های عزیزانی که در یوتیوب تر کردن. دوستان فنی یه نماهنگی رو پخش بکنین، با ما باشید، برمیگردیم. ربات‌های کارگر در برابر کارگرانی که نمی‌خواهند ربات باشند. حقوق مدنی که خود مازاد مبارزات نسل‌های قبل طبقه کارگر است، دست مالکان ابرکمپانی‌ها را بسته و تأسف می‌خورند که چرا مانند همطبقه‌های خود در جنوب جهان نمی‌توانند از نعمت صدا کردن گارد ویژه و زندانی کردن کارگر با اتهام اقدام علیه امنیت ملی استفاده کنند. در عوض
آمازون با رونمایی و تبلیغ ربات‌های کارگر عملاً کمپینی را برای سرکوب مبارزات کارگران آغاز کرده است. آنها در حال مخابره این پیام هستند که از شرایط کار و استثمار ناراحتی؟ بسیار خوب، خیر پیش، ربات می آوریم که صدایش در نمی آید. رفتار آمازون اما فراتر از کارگران این کمپانی غارتگر، پیامی را به سوی تمامی طبقه کارگر مخابره می کند. اینکه کارگر در نگاه سرمایه‌دار باید ربات باشد، مطیع و تهی از روحیه سرکشی و اعتراض. سرمایه‌دار کارگر را تهی از سوژگی می خواهد. خیلی سرراست‌تر بگوییم، طبقه حاکم کارگر را انسان نمی داند. 137 سال پیش از این رونمایی از این شیوه ارعاب نیروی کار، مارکس در نامه به انگلس نوشته بود: سرمایه‌دار چون هر بردهدار دیگری می‌خواهد کارگرش تو سریخور، نوکر صفت، اندوهگین، به لحاظ اخلاقی موجودی آستانبوس و شکرگزار و از نظر مذهبی زحمتکشی متواضع و فروتن باشد. کارگران آمازون سالهاست که علیه نقض بدیهی ترین حقوق خود توسط این شرکت اعتراض می کنند. از آن جمله است حق تأسیس اتحادیه کارگران آمازون. دو سال قبل بود که کارگران انبار JFK8 آمازون بعد از مدتها مبارزه موفق شدند با پیروزی در دادگاه اولین اتحادیه کارگران آمازون در ایالات متحده را تأسیس کنند و الهام بخش همقطاران خود در سایر شعبات شوند. سرمایه دار از تهران تا واشنگتن از همین می هراسد. کارگرانی که نمی خواهند ربات باشند و می دانند چنین خواستی بدون متشکل شدن امکان پذیر نیست. خب با درودی دوباره به همه شما عزیزان. آقای وهابی، دوست عزیزی به نام دوکی، سلام و درود دارن برای شما و بعدش من اینو بذارم روی صفحه. بله آقای دکتر وهابی عزیز، ما در ایران، به نظر میاد این دوست عزیزمون در ایران هستن، ما در ایران با شما از طریق اولین برنامه تان با خانم دکتر عزیزمون یسنا احمدی آشنا شدیم و بعد از آن مرتب پیگیری میکنیم. بعد ادامه دادن: در مصاحبه ایشون به کتاب‌های شما اشاره شد ولی متأسفانه نتوانستیم پیدا کنیم. آیا امکان ارسال PDF کتاب‌ها وجود دارد؟ و از همین جا استدعا داریم ارادت ما را هم به خانم دکتر برسانید. خب و یک کامنت دیگه است که من منتظرم شما اینو پاسخ بدین و برگردم به کامنت دیگه از خانم یا آقای دوست عزیزمون. بفرمایید. ببینید، من به دوستمون دوکی باید بگم که میدونید یه حق به اصطلاح چیز وجود داره، حق مالکیت ناشر به راجب PDF، اما با گذشت زمان یه سری PDF ها رو میشه فرستاد و یا میشه دانلود کرد، یعنی پیادش کرد. مثلا کتاب 2004 برای فرستادن PDFش دیگه مشکلی نیست. من از پاره از دوستان که این کار رو مرتبا میکنن، در مورد 2015 میدونم که 2015-2016 کتابم اقتصاد سیاسی غارت هم قابل دانلود کردن. به هر حال من پاره ای اوقات شده به یه سری از همکاران که واقعا مسئله مشکل مالی هست در ایران برای خریدن ارز و حتی مثلا جابجایی کردن ارز هم یه مشکل مضاعفی هست برای چیز، سعی کردم به یه شکلی PDF ها رو برسونم.
به هر حال اگر که شما علاقمند باشید برای بعضی از این کتاب‌ها یا نتونستید پیدا کنید، چه با از طریق تماس گرفتن با تلویزیون جنبش، چه از طریق به اصطلاح فرستادن، اگر تماس دارید با خانم دکتر یزدان احمدی، آقای سیامک قبادی، شما میتونید بفرستید، ایشون هم میتونن در اختیار من قرار بدن، یا در صورت لزوم با خود من تماس بگیرید که ببینیم چه میشه کرد برای کدوم کتاب و چه شکلی برای فرستادنش. فقط خبر خوبی که هست، تلاشی که آقای یپرم در واقع داره انجام میده برای ترجمه، من میدونم فصل 5 رو ایشون ترجمه کرد که راجع به انفال و اقتصادیات اسلامیه، پی دی افش در اومد، ایران آکادمیا این رو منتشر کرد، پی دی افش و کتابش رو به صورت چاپ شده در اختیار میتونه قرار بده. فصل 4 باز به صورت یک کتاب، چون فصل 5 50 صفحه بود، فصل 4 50 صفحه است. فصل 2 رو و همینطور مثل این که 1 رو یپرم هایک در واقع باز ترجمه کرده، یعنی در دست ترجمه است، و این خب خیلی خوب خواهد بود برای این کتاب جدید. و خدمت عزیز در مورد موارد دیگه هم تلاش بکنیم که راهی شاید پیدا بشه برای ارسال بحث. صدا نمیاد مال شما جناب قبادی. بله بله ممنون، میکروفون بسته بود. من به خاطر اینکه صحبت شما صدای شما تحت شا قرار نگیره، من میکروفون بسته بودم. این انتقادی هم هست از گفتم دوستان جنبش، من اینو تر میکنم، به شما برنمیگرده آقای وهابی. یک انتقاد هم به دوستان تلویزیون جنبش داریم، و آن اینکه کامنت هایی که در برنامه های خانم دکتر احمدی میگذاریم عمدن هست میشود، ولی کامنت های دیگر در برنامه های دیگر حذف نمی شود. امیدوارم دلیل آن چیست؟ عرضم به حضورتون دوست عزیز دوکی، سلام های شما رو به رفیق عزیزمون یسنا احمدی میرسونیم. و اینکه این کامنت ها گذاشتین، واقعا من نمیدونم، یه سری کامنت ها حذف میشه حذف نمیشه، به لحاظ اینکه چه اتفاقی میفته نمیدونم، و دلایلش رو از دوستان فنی میپرسم. البته میبینم که دوستان اینجا یه سری کامنت هایی رو یا برنامه هایی رو گذاشتن، شاید یه سری کامنت هایی از من زیاد دقیق نمیبینم رو صفحه، چه دلایلی میتونه باشه، چه اتفاقاتی میفته که این کامنت ها هست میشه نمیدونم، ولی حتما در اسرع وقت این توضیحات که دوستان فنی دارن میدن من در برنامه آینده شما رو در جریان میذارم. ولی انتقاد رو به تلویزیون جنبش، نمیدونم چرا انتقاد میکنی از تلویزیون جنبش، چرا باید عمدن یه سری کامنت ها رو حذف بکنیم؟ اتفاقا هر کامنتی که میاد در برنامه ها، حتی تا جایی که ناسزاهای تقریبا قابل قبول هم داده بشه، ما کامنت ها رو دست نمیزنیم. بنابراین نمیدونم این اتفاقی که افتاده چی است، و بعدا شما رو در جریان این مباحث قرار میدم. ممنون از این که خانم یا آقای دوکی دوست عزیز، ممنون از این که تا الان با ما همراه بودیم و نظرتون رو طرح کردیم. براتون خوبی و تندرستی آرزو میکنیم و امیدواریم با حمایت شما عزیزان در ایران در آینده نزدیک شاهد ایرانی آزاد، آباد و فارغ از هر گونه دغدغه های اسلامگرایان انسان کش باشیم. امید به اون روز. خب آیه وهابی، چند تا پرسش دیگه اومده، خب و من طرح میکنم اگر شما مایل باشین یکی یکی پاسخ بدین. میدونم دیر وقتم هست برای شما، میدونم تا الانم شما رو تا اینجای برنامه نگر داشتیم، ممنون از شما. دوست عزیزی گفتن که فرق انباش و ذخیره سرمایه در چیست؟ ایساق نجم الدین، شما رو میشنویم آقای وهابی. بله ببینید، سرمایه ارزش افزاست، یعنی وقتی انباشت میشه سرمایه دفینه نشده، از حالت پسنداز خارج شده و در واقع ارزش افزا شده. این تفاوت در اون چیزی هست که هم از لحاظ شکل ارزشی کینز ازش مطرح کرده،
من همین از سایه گفتم خدمتتون که یه زمان این هستش که شما یک درآمدی دارید، بخشش مصرف شده، بخشش پسنداز شده، پسنداز دفینه بشه. این انباشت ثروته، انباشت سرمایه نیست. خب ثروت در اینجا از قلمروی در واقع تولید یا انباشت یا ارزش افزایی خارج شده. زمان دیگه اینه که نه، اینو شما دفینه نکردید، تزوغیزه نکردید، بلکه این رو وارد سرمایه گذاری کرد. سرمایه گذاری حتما احتیاجی در تولید باشه، تو در خدمات باشه. خب این اون وقت ارزش افزوده پیدا کرده، اینه میگن انباشت. خب طبیعتا مثلا برای نمونه براتون بیارم، وقتی آقازاده ها میزان بخش مهمی، البته فقط آقازاده ها نیست، مثلا تاجر فرش، پسته، روده، خشکبار، اینها هم سعی میکنن جنسشون رو در خارج بفروشن، ارزش رو در خارج نگه دارن، نه اینکه وارد ایران کنن. ارز در ایران یک سیرکویتی داره که خارج میشه، یه بخشش وارد میشه بر حسب کمبود ارز وقتی قیمت میره بالا. اقتصاد دفینه‌ایه. من مکانیسمش رو در کتابم به تفصیل صحبت کردم، الان نمیخوام واردش بشم، ولی یه نمونه براتون بیارم. همین اون آقازاده‌ای که مثلا فرض بگیری چند میلیارد سرمایه از کشور خارج میکنه، خب این در ایران سرمایه گذاری نشده، به این معنی نیست که در خارج نمیشه. خونه‌ای که او در خارج میخره، سهامی که در خارج میخره، پولی که در بانک میذاره انباشت شده. بنابراین این درسته که انباشت در شکل جهانیش ادامه پیدا کرده، ولی در اقتصاد ملی ایران این انباشت نشده. آیا این از نظر تئوری صاحب اهمیت؟ مسلمی که صاحب اهمیته. درسته که سرمایه، مثلا فرض بگیرید درآمد نفت در سال 1973 شوک نفتی که شد، از کشورهای خلیج خارج شد، کشورهای خلیج اون رو در داخل کشورشون سرمایه گذاری نکردن، ایران یه سرمایه گذاری خاصی تو داخل کرد 1954، همون چیزی که مبانی بحران رو فراهم کرد، اضافه سرمایه بود. یعنی شاه یه باره سرمایه گذاری های گسترده ای رو کرد، ولی دچار تنگناهایی شد، زیر ساخت ها، بنادر، اسکله ها کافی نبود. ولی به اصطلاح کشورهای خلیج این سرمایه را از کشور خارج کردن، مثلا رفتن سرمایه کاغذسازی اسپانیا را خریدن، مال به اصطلاح بریتیش اول پترولیوم رو، کویت و دبی سهامش رو خرید، عربستان سعودی سهامش رو خرید. خب و این سهامی که اینجا بود تبدیل به یه ارزی برای سرمایه مالی غرب شد، و این باعث شد که کشورهایی که موسوم هستن به کشورهای تازه توسعه صنعتی یافته، آسیای جنوب شرقی، اژدهاهای جدید، پنج اژدهای جدید، اگر حتما این اصطلاحات یادتون هست که هنگ کنگ، تایوان، برمه، سنگاپور و غیره بود، اینا رشد اقتصادی بکنن. این در واقع همینه، در اینجا انباشت نشده، در اینجا ثروت اندوزی شده، بعد رفته در خارج انباشت شده، و این انباشت ریسایکل شده، باعث صنعتی کردن یا توسعه اقتصادی در یه جای دیگه شد. خب به این معنا سرمایه جهانی ادامه داده به انباشتش، ولی سیکلش در یک کشور میتونه سیکل انباشت نباشه، بلکه چی باشه؟ انباشت منفی باشه. خب اینه که خیلی مهمه ما بدونیم که رابطه میزان مصرف، میزان سپرده چیه؟ در کشور ما به خاطر فقر گسترده بازار اتفاقا توسعه پیدا نمیکنه برای مصرف توده‌ای. وقتی که درآمدهای مردم انقدر ناچیزه که نمیتونن میوه بخرن، باید دونه‌ای بخرن، خب این واضحه. سرمایه گذاری وقتی من میگم نمیشه یعنی چی؟ مثلا ببینید چقدر برق میره، یه باره تابستون برق نیست، زمستون برق نیست، اینا عدم سرمایه گذاری. نفت رو میخوان استخراج کنن، کلیش هدر میره، برای اینکه تکنولوژی اکتشافی استفاده نکرد، از آب، فشار آب استفاده کردن برای خروج. خب برای اینکه سرمایه مستهلک شده، هتل‌ها، بنادر بازسازی نشده. ایناست معنای وقتی میگیم سرمایه ناخالص استوار چقدر رشد کرده، چقدر بازسازی شده. خب اینا از بیابی بگیرید، بیبرقی بگیرید، مشکل مربوط به چیز، اینا
سرمایه ما از کشور صادر شده در جای دیگه انباشته شده، خب اون شده که شده اینجا. پس بنابراین ما از دو چیز داریم رنج میبریم، یکی مصرف توده ای اومده پایین، یکی این که سپرده ها فرار کردن. و بدون سپرده ها شما نمیتونید سرمایه اولی برای سرمایه گذاری داشته باشید. سرمایه البته ایجاد میشه، اون چیه؟ اون همون چیزی که من بهش میگم نوع رشد پاتریمونیال، بر مبنای درآمد نفت، بر مبنای زمین، بر مبنای خونه، برای من این چیزای دیگه که یک به اصطلاح به طور تفصیلی باید باهاش آدم راجع بهش صحبت بکنه. آیه وهابی دوستمون یپرم خان، بر اساس اون صحبتی که راجع به کتاب داشتیم میکردین در این متن نوشتن در یوتیوب که بله فصول یک و دو کتاب نیز آماده است، اینجا آوردن. بعد دوست عزیزمون فرال لانگ پرسیدن که علت بالا رفتن قیمت دلار و داشتن تورم همیشگی در ایران در نظام اسلامی در چیست؟ بعد ادامه دادن که آیا علت اصلی آن همان اقتصاد انفال است؟ خب من اینو مفصل توضیح دادم. ببینید انفال یکی از ویژگی هاش اینه که شما دو تا خزانه ملی دارید. یعنی انفال من برام جالب بود، من وقتی که حرف خانم میزر رو شنیدم در مورد اسلام که این چه ربطی به اسلام داره، ایشون حتی کلمه انفال نیاورد، بلا آقای پرویز صداقت کلمه انفال آورد، ولی من اصلا مطمئن نیستم خانم صداقت یه مکسی کرده باشه، تأملی کرده باشه. یعنی چی انفال؟ انفال شیوه سازمان دادن پابلیک فایننس، مالیه عمومیه. چجوریه؟ در کشور ما یه خزانه داری کشور نداریم، در کشور ما دو تا خزانه داری داریم. یه خزانه داری هست که بهش میگن بیت المال که همین دولت رسمیه و حساب های ملی سالیانه اعلام میشه که یک سوم فعل و انفعالات مصرف هزینه و درآمده. یه دونه دیگه داریم که بیت المال امامه، نه بیت المال در واقع مردم، نه بیت امامه، بیت امام و بیت المال. چرا؟ برای اینکه در فقه شیعه شما دو جور دارید، یه سری درآمد ها هستن که به عموم مسلمین تعلق دارن، یه سری درآمد ها هستن که به شخص امام به عنوان نهاد تعلق دارن. حالا این مشکلش چیه؟ مشکل اینه که من اینو بارها گفتم، شما یه دولت دارین که دولت رسمیه، مرتبا از در طی سالهای پس از انقلاب داره هی ضعیفتر، نزارتر، بیمارتر، بدهکارتر، مقروزتر میشه، و یه دولت پنهان دارین که هی داره قویتر، چل و چاقتر، توپلتر و پردرآمدتر میشه. این دولت دومی خزینه هایی رو که داره از طریق غارت اموال اون دولت اولی داره میبره، و دولت اولی برای کسر بودجهش هی پول شاپ میکنه. پایه پولی ایران ظرف به اصطلاح این سالهای 90 حدوداً 10 برابر شده. خب پایه پولی ببخشید در واقع میزان نقدینگی، پایه پولی 3.3 افزایش داشته، کوفیشنتش بوده، نرخش بوده. خب این میزان نقدینگی روشنه که یکی از عوامل مهم تورم در کشور ما میزان نقدینگی. من بحثم یه تئوری عمومی نیست در کجا تورم چی میشه. خیلی جاها کینز حق داشت که میگفت تورم صرفا یه عامل پولی نیست. میلتون فریدمن تاکیدش رو اینه که تورم فقط یک عامل پولیه، ولی کینز میگفت نه، خود رشد اقتصادی یه عامل اصلی مهم تورم است. در ایران عامل نهادیه، یک بخش مهم اینه که انفال یک جور مالی عمومی رو سازمان داده، خزانه داری کشور دو تاست، بودجه رو نمیشه کنترل کرد، نقدینگی همینطور افزایش پیدا کرده و مونده، بنابراین ربط مستقیم داره به انفال. انفال یعنی چی؟ در یک کلام شیوه معینی از سازمان دادن دارایی های عمومی که فاقد مالکه و ملکیتش به امام تعلق داره و از مالیه عمومی آغاز میشه تا چگونگی درآمد نفت رو در بر میگیره، تا چگونگی استفاده از یالهای خزر یا دماوند، تا نحوه استفاده از رودها رو در بر میگیره، تا اموال مصادره شده بنیاد پهلوی رو. خب تمام اینها به انفال مرتبط میشه.
اسم این رو نباید اسلام هراسی گذاشت. خانم یاسمین بیزن اسم اینا رو باید گذاشت که باید هراسی. این انفال چیزی رو که ایجاد کرده اینه، چطوری نباید کرد. در غرب وقتی راجع به کلیسا صحبت میکردن، سکولاریسم لایسیته میکردن، در اون زمان مسئله اصلیشون مسئله این بود که دستگاه کلیسایی در این حال مالک بخش عمده ای از زمین ها بود. در ایران اصلا ماجرا به مراتب گسترده تر و وسیع تر. چگونه میتونه کسی که خودش رو مارکسیست میدونه چشمش رو ببنده بگیم مذهب اسلام براسی نکنیم، باعث تقویت راست افراطی میشه در کشورهای غرب. امیدوارم این توضیح در مورد تورم تا حدودی روشنگر شده باشه که نقش عامل نهادی انفال در توسعه تورم در ایران چیه. ممنون از شما. بعد دوست عزیزمون فرا لیلانگ یه پرسش رو کردن که گفتن نمیدانم آیا میتوانم این سوال رو اینجا بپرسم، آیا نظریه کمونیستی که طبقه کارگر و طبقه حاکم میداند این باز برتری یک طبقه در برابر تمام اخشار جامعه نیست؟ من اجازه میخوام از دوست عزیزمون فرا لیلانگ که این بحث رو فکر میکنم یکی دو جلسه آینده ما یه فرصتی خواهیم داشت، یک بحثی رو به پیش خواهیم بود، اونجا میتونیم طرح بکنیم. ولی با احترام به شما و میهمان عزیز برنامه آقای مرداد وهابی واگذار میکنم به ایشون که اگر میخوان پاسخ بدن و یا نقطه نظر خودشون رو طرح بکنن، این به میهمان ما برمیگرده. و با این توضیح که باز به این پرسشی که کردین فرای عزیز برخواهیم گشت. آیه وهابی در این مورد توضیح داریم بخواییم بدیم؟ خیلی کوتاه، برای اینکه شما درست می‌فهمید. یک واقعا بحث میطلب، اصلا طبقه چیه. من واقعا اینقدر آشفتگی در مفهوم طبقه دیدم در صحبت‌های آقای پرویز صداقت و خانم یاسمین میزر که خودش یه جلسه میطلبه. یعنی چی طبقه؟ و به خصوص طبقه در 45 سال اخیر یعنی چی؟ خود این یه بحث کامله، من نمیخوام واردش بشم. فقط میخوام بگم اتفاقا در این مورد سوالی که شده یه فرازی از مقدمه مارکس بر نقد فلسفه حقوق هگل باید بیارم که میگه طبقه کارگر خواهان هیچ امتیاز ویژه‌ای نیست، چون عروجش به معنی زیر سوال کشیدن، زیر سوال بردن همه امتیازات پیش است. اصلا برای مارکس این نبود که مبارزه در طبقاتی، یعنی سرمایه علیه کار علیه سرمایه، مثلا مبارزه زنان حقوق ویژه‌ای که مثلا در اسلام شیعه یا در یک نظام مرسالاری به طور کلی علیه زنان میشه، این که جزء مبارزه طبقه کارگر نیست، یا حقوق ملی نیست. شما نگاه کنید حرفایی رو که مارکس راجب ایرلند زد، من مثلا برام شوکه کننده بود. مدت ها مارکس و انگلس فکر میکردن که برای آزادی ایرلند باید یک انقلاب کارگری در انگلیس بشه، و این چیزی که درست عکسه. برای اینکه انقلاب کارگری در انگلستان تکان بخوره، اول مسئله استقلال ایرلند واسه انترنشنال اول این شکل گرفت. بنابراین طبقه کارگر به عنوان ناطبقه باید عمل کنه که خواهان لغو همه امتیازات ویژه است، نه سیادت یک طبقه. خب این در ادبیات مارکس بود. از این بحث فلسفی تا هجی کردن، تا مشخص کردن، ملموس کردن نتایج عملیش، ما راه طولانی رو در پیش داشتیم و داریم که من متاسفانه با این وقتی که امروز داریم و با بحثی که امروز کردیم به نظر من جاش نیست. من باید یه در واقع فراز دیگه، یه گفتار دیگه داشته باشم. ولی اگر به معنایی که طبقه بورژوا حاکمیت داشت، طبقه کارگر بخواد این اون حاکمیت داشته باشه، خب اون هیچی نیست، اون فقط به نام کارگرانه ولی ادامه حاکمیت بورژوا است. ممنون از توضیحاتتون. بله چند تا کامنت هست که عرضم به حضورتون ببینم. بیشتر ملاحظاتیه که دوستان نوشتن و بله دوستانی که از یوتیوب پلتفرم ایکس برنامه ما رو دنبال میکنین، بسیار بسیار ازتون سپاسگزاریم. تا اینجای برنامه با ما بودین.
و همچنین با تاکید بر اون نکته‌ای که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، تلویزیون جنبش در واقع تلاش میکنه که بحث‌های متفاوتی رو در برنامه‌های خودش بگنجونه با توجه به امکانات و توانمندی‌ها و وقت‌هایی که داریم. بنابراین امکاناتمون محدوده، وقتا محدوده، ولی با تمامی این احوال سعی میکنیم که به اون مباحثاتی که به نظرمون میاد خیلی مفیده و یا مباحثاتی که شما مهم تشخیص میدین بپردازیم. در برنامه امروز بحثایی صورت گرفت که باز هم بر این باور هستیم که کافی نیست، یعنی خیلی مواردی هست که به گمانم میهمان عزیز برنامه هم بر این نظر باشن که واقعا وقت کافی نبود، اگرچه 2 ساعت و نیم نزدیک به 3 ساعتی از وقت برنامه میگذره ولی واقعا کافی نیست. بنابراین این برنامه ها رو باز هم ادامه خواهیم داد. و نکته آخر این که در این برنامه نام هایی که آورده شد و نقل قول و یا به نوعی صحبت هایی شد، نقدی بر اون صحبت اون عزیزان، آقای پرویز صداقت، مراد فرادپور، خانم یاسمین میزر، تراب سالس و یا هر آن افرادی که در این برنامه نامی ازشون آورده شد، این حق دارن که بتونن در تماس با این برنامه نظرات خودشون رو طرح بکنن و یا نقطه نظرات میهمان برنامه مهرداد وهابی رو نقد بکنن و اگر هم لازم شد ما این توانمندی رو داریم که بتونیم یه میزگردهایی رو آماده بکنیم که بشه برنامه هایی رو در این راستا خیلی مفید و روشنگر آگاهی رسان داشته باشیم. 2 تا نکته اینجا هست که این بحث ها در واقع به صرف بحث کردن و طرح نظرات نیست، در واقع طرح نظراتیه که بتونه در اون پراتیک اجتماعی مورد استفاده قرار بگیره و طبیعتا تمامی بحث ها با احترام متقابل بین گردانندگان و میهمانان عزیز برنامه به پیش خواهد رفت. ما به این اعتقاد داریم و تلاشمون رو کردیم که تا الان به این شکل به پیش بریم. دوستانی میبینم که خیلی توضیحات که دارم میدم بیشتر تا جایی که میبینم، بله، تشکر قدردانی از آقای وهابی هست و همچنین ما، آقای وهابی تشکر میکنیم ازتون، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. میدونم فصل تابستونه، وقتتون هم محدود، ولی باز هم در این رابطه ما وقت شما رو میگیریم، باهاتون تماس خواهیم گرفت برای ادامه این مباحث. من از شما آقای قبادی، از تلویزیون جنبش، دست اندرکاران این برنامه نهایت سپاسگزاری دارم و همه اون کسانی که تا این ساعت دیر وقت گوش دادن، بلخص اونهایی که در ایران هستن ساعت دیر وقت‌تر هم هست. بله. و من میخواستم خدمتتون عرض کنم، من در این صحبتهایی که دارم اصلا بحثم جوجه‌های نظری نیست، اون حوزه کارمه، یه سری تخصصیه، ممکنه اشتباه بکنم، اشتباهات فاحش بکنم. اون چه که واقعا عامل و انگیزه اصلی حضورمه، خیلی وقتا به من نقد شده، من هیچ جواب نمیدم، دلیلی نداره بدم. اولا نقد باعث رشد منم میشه، حرف درستی هستش، گوش میدم، فکر میکنم و در کارهای بعدیم استفاده میکنم و خیلی هم با ارزشه. فقط نکته‌ای که من دارم، اهمیت این صحبت به لحاظ جهتگیری های سیاسیش و باید به این خیلی توجه کرد، به خصوص در مقطع امروزی که ما در ایران هستیم. هیچ فراموش نکنیم، نه دانشجویان عدالت خواه رو فراموش کنیم، نه زیر محاق مودن انفال رو که از ابتدای امر جمهوری اسلامی با چرا خاموش سعی کرد بره، این قصه رو وسط نکشه، اصلاح طلبان حکومتی هم سعی میکنن سکوت کنن راجبش. چپ باید سردمدار این مبارزه باشه، اتفاقا به خاطر پراکسیس چپ، چپی که اون اشتباهات دهه اول رو بکنه در ذلت باید بمونه و لعنت خواهد شد اون چپ اگر به هر نامی بخواد مبارزه علیه فقهای شیعه‌ای که در حکومت هست و به نام اسلام فقاهتی دارن قصه ها رو پیش میبرن و این دستگاه قدرت و مالکیت ایجاد کردن رو از زیر ضرب اصلی خارج کن.
ممنون از شما آقای وهابی و سپاس دوباره از همه شما عزیزان. تا برنامه دیگر، گفتاری دیگر، هر کجا که هستین خوب و تندرست باشین. بدرود. Call me, I'll get you.